کردستان، کردستان همیشه رزمنده، سرزمین خونالود، سرزمین مقاومت، استوار چون کوهستانهایش. مسروریم از اینکه امروز در کنار همه شما رفقای فمینیست کرد، یوسف اردلان از بنیانگذاران کمیته کردستان، نخستین رئیس شورای شهر سنندج در سال 1158 و زندانیان دو دوره ستمشاهی و جمهوری اسلامی در گرد همایی با ما هستند. ایشان پیام جمعیت کردهای مقیم فرانسه را می‌خوانند. با این توضیح که در روز یکشنبه برنامه یادگاران از سخنرانهای ما هستند. ما پارسال در خیابان‌های کردستان شنیدیم که بجی کارت فواد، بجی سوسیالیسم. با درود و سلام به همه شما عزیزان و مفتخرم که این همین که شانس‌های بزرگی که لطف کردن و این فرصت که در خدمتتون باشم برای چند لحظه. صحبت از اشاره به کردستان و کردستان و شجاعتش، اما چرا اینجوری؟ مسئله کردستان یک نکته که کمتر بهش توجه میشه، منطقه ای از کشور ایرانه که اسلام سیاسی بر فضای سیاسیش حاکم نیست. در نتیجه آزادی خواهان میتونن حرف بزنن، فریاد بزنن و در نتیجه تبعیض ملی و هر ستم دیگری رو نفی میکنن و آزادی خواهیه که نفی ستم ملی رو بیان میکنه. چون اینطور به ما قبول بودن که چون کردستانه پس معترضه، چون آزادی خواهه معترضه. این نکته خیلی مهمیه، باید توجه کنید. این نکته خیلی مهمه که وقتی که از یه ملت صحبت میشه خیلی ساده میگه یه ملت، ولی تصورش بکنید در قرن 21 اگر زن و مرد رو برابر مفروض ندانیم هیچ ملتی وجود نداره. ملت در قرن 21 وقتی میتونیم صحبت بکنیم از ملت که برابری زن و مرد مفروض باشه. مردمانی رو در نظر بگیریم که دست نیاز پیش کسی دراز نکنند. این دومین شرط. سومین شرط وقتی این چنین باشه طبعا هیچ نوع نابرابری رو قبول نمی کنیم. این نکته که روشنه، ولی نادیده یعنی چه بیشتر میشه. در هر صورت ما افتخار این رو داشتیم در پاریس، اینجا نوشتم 20 سال، ولی سال پیش ترجمانی رو به نام جمعیت کردهای مقیم فرانسه به وجود آوردیم که تلاشش این بوده که عرض میکنم خدمتتون به صورت یک پیام دادیم. گرامی باد خاطره جان باختگان به دست حکومت دینی در ایران از آغاز تا کنون. جمعیت کردهای مقیم فرانسه بر مبنای یادآوری دوران سیاه سلطنت و نفی جمهوری اسلامی در تمامیت آن بیش از 30 سال است که همراه با همراهان مدافع و رهایی بشر از غیر نابرابری های اجتماعی که ریشه در استثمار و بهره کشی انسان از انسان دارد، در حد توان خود با افشای نقض حقوق انسان ها در ایران و به ویژه در کردستان کوشیده است. حکومت دینی در ایران از همان آغاز ز به قدرت رسیدن و شاید ماها قبل از آن با سوزاندن
حدود 500 نفر در سینما رکس آبادان که 28 مرداد سال 57 بود جلادت و بدور بودن از ارزش‌های انسانیش را به نمایش گذاشت. حوادث پس از نوروز خونین سنندج، آغاز آشکار اعمال خشونت در ترکمن صحرا در فروردین 1358، خوزستان، بلوچستان تلایه نکبتبار این حکومت بود. در 28 مرداد 58 کشتاری را که از پاوه و بانه از پاوه و با بقردستاندن دکتر رشوند در بیمارستان نوسود و کشتن معلمین نازنینی چون هرمز گرجی بیانی و بهمن عزتی در 28 مرداد 58 و اعدام 11 نفر در فرودگاه سنندج در 3 شهریور 1358 و به اعدام های مریوان در 5 شهریور و قتل عام دهکده های قارنا و غلاطان در 11 شهریور 58 نمونه های چشمگیر این جنایات هستند. تداوم این کشتار که سیر سعودی داشت اوجش را در تابستان 67 شاهدیم و ادامه این نابکاری ها را در قرض‌های زنجیره‌ای و سپس بیرحمی های بینمونه در به خاک و خون کشیدن جوانان معترض به این هیولای برخاسته از قرون وسطا را شاهدیم. در 3 سال گذشته ادوار کویت 19 همان ویروس تاجدار کرونا وقتی بزرگی در فعالیت های سازمان و انجمن های مدافع آزادی و برابری در خارج از کشور که نیاز به گرد همایی های حضوری داشت به وجود آورد و جمعیت ما هم مستثنا از این قاعده نبود. با شرکت در این گرد همایی بیه با ارزش خوشحال هستیم که به عنوان جمعیت کردهای مقیم فرانسه همراه شما عزیزان یاد و خاطره تمام عزیزانی را که حکومت اسلامی ایران به خاک و خون کشیده است را گرامی بداریم. برقرار باد پیوند مبارزاتی زنان، مردان، ملل تحت ستم دوش به دوش کارگران و زحمتکشان همه ملت‌ها در ایران. جن جیان آزادی، زن زندگی آزادی، جمعیت کردهای مقیم فرانسه. در این سالها رفقای بودن در کنار گرده همایی بی ادعا بی نامونشان اما کوششگر از بعد حادثه جایشان امروز خالی است. یادشان را گرامی می‌داریم. دو رفیق محسن زیایی و عالم جوادی. از فاروق قهرمانی عزیز می‌خوایم که بیان و در مورد عالم جوادی دوباره فصل خزان شد، دلم دوباره گرفت. چندیست در برگ ریزان فصل خزان از درخت پیوندی و تنومند دادخواهی که پیوند زندانیان جان به در برده از کشتارهای دهه 60 و خانواده های دادخواه جانفشانان دهه 60 است، یک یا چند برگی بر خاک می افتد. به قول شاعر، هاشا که از مرگ هراسیده باشیم، چرا که اگر از مرگ می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. اما آنچه رنج و درد از دست دادن این عزیزان را دو چندان می کند به خاک خفتن امید و آرزوی آنان است که بیش از 4 دهه
برای به دست آوردنش ایستادند و هر یک به نوعی بهایی پرداختند و هر روزنه ای را در هر آبان و دی و شهریوری که پدیدار شد با اشتیاق دنبال کردند تا بلکه قبل از خفتن در خاک سرد سرنگونی و مرگ جمهوری جهل و جنایت اسلامی را ببینند. هنوز اول برگ ریزان امسال بودیم که برگ دیگری از این درخت تنومند به زمین افتاد. رفیقمان عالم جوادی متولد هرمزگان و ساکن بندر عباس که از سالها پیش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد و یک سال و نیم آخر به شدت درگیر پیشروی بیماری کمرشکن بود را از دست دادیم. دوستان وی هر آنگاه که به خانه باز می گشت با او همراه می شدند و جویای حال روزگار او. عالم جوادی در پست فیسبوکی در نوامبر سال گذشته به این مهرورزی ها اینگونه پاسخ داده بود: عزیزان دلبندم، دوستان گل و گلستانم، ممنون محبت هایتان هستم. در دوران سخت و سهمگین بیماری حضورتان به من جانی و توانی تازه بخشید. روزهای سنگین و آشفته و هراسناک دهان باز کرده بود، اما حضور تک تک شما دوستان مهربانم به من فهماند زندگی با همه دردها و رنجهایش میتواند زیبا باشد. زمان را در بی زمانی میگذرانم، باید چیزهای خوش زندگیم به یاد اون رودخانه کوچک همراه با جریان آرام آب و نجوای باد با سرشاخه های درختان خرما و ماه در حالی زیبا بر پهنه وسیع گندمزار از دوران خوش کودکی. ممنون محبت هایتان هستم و دوستتان دارم. باری در گوتنبرگ سوئد کمتر فعال اجتماعی سیاسی طی سالهای زندگی من در این شهر بوده است که عالم جوادی را نشناسد و با او همراه نبوده باشد. عالم جوادی را دوستی به عالمی تشبیه کرد که در دوستی همدلی و خیشتنداری یگانه بود. از جوان سال ترین سالهای زندگیش با سیاست میانه یگانه ای داشت و در نهایت در همان سالهای بعد از انشعاب با سازمان چریک های فدای خلق ایران اقلیت همراه شد و سپس مثل هزاران انسان مبارز دیگر دستگیر و روانه زندان شد. عالم جوادی در شهر ما نیز همواره در عرصه مسائل فرهنگی اجتماعی و تحرکات سیاسی شهر گوتنبرگ در کنار یاران دیرینش جای داشت. عالم علاقه وافری به ادبیات جهان داشت و در چندین بحث ادبی و مباحث زنان فمینیست در شب جمعه های پاتوق کتاب اندیشه مشارکت ورزیده بود. عالم از یاران دیرین ما در عرصه فعالیت های اجتماعی سیاسی شهر بوده است. او در هر دو گردهمایی سراسری در شهر گوتنبرگ عضو کمیته برگزاری که در کارگروه شهری فعال بود. رفقایی که در این دو گرد همایی شرکت داشتند حتما با او در کنار رفقا رفعت، نیکی و میلا جلوی درب ورودی روبرو شدند. عالم رفیقی مصمم و ثابت قدم و زندانی سیاسی و تبعیدی وفادار به ارزش‌های انسانی بود. او یک سال و نیم اخیر را در کشاکش روزمره دارو و درمان بود و سرانجام صبح روز جمعه اول سپتامبر
2023 با پشت سر گذاشتن یک دوره طولانی بیماری و کشاکش با آن در منزلش در شهر گوتنبرگ چشم از جهان فرو بست. جایش همواره در نزد فعالان سیاسی شهر گوتنبرگ و آزادی خواهان و برابری طلبان تا روزی که چراغ عمرمان در اینجا روشن بماند مانا خواهد بود. مراسم آخرین خداحافظی با این عزیز که به درخواست خودش پیکرش را سوزانده بودند دیروز پنج شنبه 28 سپتامبر ساعت 11 با حضور فرزندانش، اعضای خانواده و دوستان پرشمارش در یکی از گورستان‌های شهر برگزار گردید. جدا از این فعالان سیاسی شهر گوتنبرگ، بر پایه مراسم یادمان سالانه یاد یاران در تاریخ 6 اکتبر 2020 امسال را به یاد همه جانفشانان راه آزادی و از جمله گرامی داشت یاد رفیق عالم جوادی در شهر گوتنبرگ به همت فعالان قانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران گوتنبرگ برگزار می‌کند. متشکرم. یاد و خاطره رفیق محسن ضیایی جاودان و این چنین یک ستون از رفاقت و عشق، یک سرپناه از دوستی و همیاری و یک پنجره از لبخند و شکیبایی به زمین افتاد. در دوران کرونا متاسفانه مطلع شدیم یکی از همدلان و یاران گفتگوهای زندان و عضوی کوشا و فعال کمیته برگزاری گرد همایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران با ما وداع نمود. عمو محسن ضیایی از رفقای مبارزی بود که در اعتراضات و مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی حضوری فعال داشت. او یکی از مؤثرترین یارانی بود که با صمیمیت، مهربانی و عشق در زندگی، فعالیت و از جمله گرد همایی‌های سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران مشارکت می‌کرد. صفا، صمیمیت و ایستادگیش در قلب رفقایش نقش بسته است و باور نبودنش را برای ما سخت ساخته است. محسن را جلوی صحنه نمی‌توانستی پیدا کنی. همیشه پشت صحنه بود. در تکاپو بود و وظیفه به دوش می‌کشید. جایی نبود که کمکی ضروری باشد و رفیق محسن آماده نباشد. همیشه و همه جا حضور داشت. چند روز زودتر از برگزاری گرد همایی هر کجای اروپا که بود و هر طوری که بود خودش را میرسان. صفا و صمیمیتش، فداکاریش و لبخند همیشگیش روی لبش خستگی کار را از ما میرو بود. آخرین بار در تماس تصویری داشت نقشه رفتن به کوه بعد از دوران کرونا را میکشید. محسن از یاد ما نمیرود. یادشان گرامی. یک پیامی داریم که آخرین پیام ماست قبل از شروع پنلا، ارسالی از یک از خانواده های زندانیان سیاسی از ایرانه که رفیق ما یسنا احمدی لطفاً رو برامون بخونه. درود به همگی. 21 سال پیش دیدمش. نمیدانم آیا او هم همان احساسی را که من به او داشتم به من داشت یا نه. آشنایی عجیبی بود. همیشه من متکلم بودم و او سکوت، ولی سکوتی سرشار از حرف، سرشار از عشق و خیلی مواقع سرشار از امید. با آن چهره زیبا، چرا که از بدشانسی روزگار من به وقت سکوتش با او آشنا شدم و چه حیف. بزرگ مردی که برای اولین بار وقتی دیدمش به نظر خیلی جوانتر از سن واقعیش به نظر می رسید. ولی متاسفانه آن کابوس، آن تصادف لعنتی قبل از رسیدن من به او
فقط نگاهش را به من هدیه داده بود. مردی که با تعریف اطرافیان می شناختم بسیار شبیه من بود، شبیه روحیات من، شبیه عقاید من، شبیه شخصیت و علاقه من. وقتی برایش مثل یک دوست از وقایع روزگاری که می گذراندم می گفتم، عمیقاً نگاهم می کرد و سپس از روی ناچاری مرا با آهی عمیق و یا گوشه چشمی نمناک پاسخ می داد و من به همین قانع بودم، چون جای خالی پدری که هرگز در زندگی نداشتم را زیبا پر کرده بود. البته این را بگویم، وجود این مرد پر از رمز و راز برای من از صد انسان سالم و سرپایی پر اهمیت تر و پر رونق تر بود، چرا که به لطف حضورش کسانی را به من هدیه داده بود که در زندگیم هرگز تکرار نشدند. مهدی دایی با حضور سرشار از سکوتش جواد نجفی را به من هدیه داد. جواد، گاهی داوود صدایش می کردم، عمو از دهانش نمی افتاد، پر از روحیه شوخ طبعی و مزاح. عروسک کوچکی که به گوشه تلفنم آویزان کرده بودم، وقتی آن گوشی را از من خرید، من آن عروسک را جدا کردم. هنوز صدای خشدارش مثل نوای خوش در گوشم می پیچید. مسعود طاعتی زاده، عموی خوشقد و بالا و ورزشکار من، اولین و تکراری ترین آزادهی که از این گروه دیدم، عموی که به سختی قد کوتاه من به سینه او می رسید، ولی برای دیدنش، بغل کردنش و سرم را روی قلب مهربانش گذاشتن، آرامشش، منشش، معرفتش لحظه شماری می کردم. عمو جواد سکاکی، عمو جان جانانم، مهربانترین مرد خانوادهی که تا الان در زندگیم دیده بودم، پر از احساس، پر از محبت، آنقدر مهربان که برای گفتن حرفای شاد هم عشق در چشمانش حلقه می زد از بس دل نازکی داشت. بهنام کرمی، عموی پر از علم و دانشم، پر از معصومیت، پر از بیریایی و سادگی و ساده زیستی، پر از فهم و کمالات، با حرفهایش آرامش عجیبی می گرفتم و اینها هدایای ناب حضور بابا مهدی به من. هیچ وقت فراموش نمی کنم برای روزهای دور همی که ماهی یا دو ماهی یک بار همه دور تخت بابا مهدی جمع می شدن و از خاطرات روزهای سخت زندان و زندگی گل می گفتند و گل می شنیدن و با شوخی و خنده های پرتنین عمو اسدالله یاد می بردن لحظه شماری می کردم. یک روز در همان جمع عمو جواد نجفی رو به من کرد و گفت: ما همه معتقدیم تو از ما هستی، تو خود دختر مهدی هستی، عین او و چقدر شبیه اوی. آن روز چقدر این جملات برای من زیبا و شیرین به نظر آمد، ولی بعدها بار سنگینی برایم به همراه داشت، چرا که نمی دانستم تک تکشان را از دست خواهم داد، به دست روزگاری که خوشی و آزادی های کوچک من را به ما زیادی دیده بود. بابا و عموهایم یکی یکی رفتند و خاموش شدند و من ماندم و یک عمر دلتنگی و گاهی در اوج خستگی ها یاد کردن و مرور خاطرات شیرینشان و یاد پدری که هرچند کوتاه ولی وجودش پر از برکت بود. سکوتش، آه از آن سکوتش که سرشار از ناگفتنی ها بود. یاد یاران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. میخواهم در تاریخ رسم زنی باشم که موهایش را سنگسار کردن، اندامش را، زنانگی هایش را، ما
متاسفم رفیق. به کودکی هایی که بوی خون، بوی تابوت، بوی باروت میدهد. تنم را بو بکشید. کافور میریزد از من. میترسم فردا سرم را ببرند. آزاد شود فکرهایی که در هم میریزد. نزد مذکر جهان را نسلهای زیادی است. سری را به دوش میکشم که خدا فکری هایی را، کابوس هایی را در آن زندانی کرده است. شعر از سور اسرافیل، شاعر افغانستانی. نخستین پنل از ششمین پنل گرد همایی را تا دقایق دیگر آغاز خواهیم کرد. پیش از آن متاسفم به اطلاع برسانم که رفیق ما چنور مکی نتوانستن در این برنامه حاضر باشن. امیدواریم که هرچه زودتر سلامتیشان را باز یابند. در پنل امشب که جزئیات آن را تا لحظات دیگر خواهیم دید، درباره دلالت‌های قیام ژینا بحث خواهند کرد. من معرفی سخنران‌ها را به عهده مدیراتور برنامه می‌گذارم. سخنرانان ما در این پنل درباره سه موضوع بسیار مهم، ستم جنسیتی، ملیتی و طبقاتی سخن خواهند گفت. سه دالی که در قیام ژینا بسیار پررنگ بود. یاور خسروشاهی، سمیه رستم‌پور و فائزه براهود. سه سخنران ما هستند و میلان مسافر هم مدیراتور این برنامه. قبل از شروع پنل این نکته را توضیح بدهیم که پس از ارائه بحث دوستان این مکان برای مشارکت جمعی در کارگروه های کوچکتری وجود داره که در این کارگروه ها شیوه کار این گونه است که سخنران ها به صورت گردشی در جمع های کوچکی حاضر می شوند تا از نزدیک با هم تبادل نظر کنند. بنابراین اگر پرسش یا نکته‌ای دارید در کارگروه حتما مطرح کنید. تقاضا می‌کنم از میلای عزیز، یاور و فائزه و سمیه تشریف بیارن. من اینجا نوشته اسمش سمیه رستم‌پور. سلام خدمت همه شما، همه رفقایی که از راه دور و نزدیک به نهمین گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران آمده اید، با آنهایی که برای اولین بار هست رفقای جوان ما و به آنهایی که نه گرد همایی رو همراهی کردند با ما. دو هفته هست که از آغاز قیام ژینا، قیام زن زندگی آزادی میگذره و امروز با سخنرانان این برنامه به پای شنیدن دلالت‌های قیام ژینا می‌نشینیم. چرایی این قیام رو پی می‌گیریم. سخنرانان این برنامه فائزه براهویی از فمینیست های فعال بلوچ هست که مدتی رو هم در دوران اعتراضات و خیزش زن زندگی آزادی در دستگیر شد و در زندان بود. به مدت 4 ماه است که موفق شده از ایران خارج بشه و در کشور آلمان ساکن هست. یاور خسروشاهی از یاور برادران خسروشاهی، به خاطر بلند بودن اسم برادران در جلوش نیست و یاور در خانواده سیاسی در دهه 60 متولد شد. تعدادی از خانواده، اعضای خانوادهش در دوران سلطنت و در همچنین در دوران جمهوری اسلامی در زندان بودند و تعدادی نیز اعدام شدند. تجربه شخصی یاور با سرکوب سیاسی، اولین بازداشتش در سالگرد 18 تیر سال 82 بود.
دستگیری بعدی او سال 85 بود. در واقع تجربه سرکوب سیاسی رو به عنوان یک انسان کویر تجربه کرد که به جرم به اتهام مبدل پوشی متحمل نه تنها جریمه نقدی بلکه شلاق شد. یاور از سال 2009 در آلمان به عنوان پناهنده سیاسی زندگی میکنه و امروز از تجربیاتش در واقع از مبارزات نادیده شده جامعه کویر در ایران سخن میگه. من فراموش کردم فائزه از در هم تنیدگی ستمهای ساختاری در بلوچستان صحبت میکنه. همون جوری که مجری برنامه گفت، چنور مکی حضور نداره و ما یکی از بخشهای مهم در واقع قیام ژینا پرداختن به اون وجه طبقاتی تبعیضات و نابرابری هایی که منجر به قیام زن زندگی آزادی شد رو از طریق سخنرانان دیگرمون اینجا میشنویم. سما رستم‌پور، محقق حوزه جامعه شناسی و جنسیت و فعال فمینیست هست. دوستان ما همگیشون به اختصار بیوگرافیشون رو گفتن، ولی هر کدومشون تجربه طولانی در مبارزه و همچنین در مطالعات جنسیتی طبقاتی و در حول مسائل ملی دارن. پنل امروز رو با فائزه شروع میکنیم. فائزه بر اساس تجربیات زیستی خودش توضیح میده که این در هم تنیدگی ستم طبقاتی، جنسی و ملی به عنوان یک زن بلوچ رو چگونه تجربه کرده. سخنرانان ما هر کدوم 15 دقیقه وقت دارن و در فرصت بعدی چند دقیقه برای جمع‌بندی صحبتشون خواهند داشت. رفیقمون سوما به علت این که به مسئله وجه طبقاتی رو بیشتر در واقع تو بحثاش میپردازه، ممکنه بحثش از 15 دقیقه طولانی تر بشه. سخن رو به فائزه میدم. فائزه جان شما شروع کن. درود و عرض ادب خدمت تمامی دوستان که اینجا حضور دارن. ما همگی به یاد جمعه خونین و جان باختگان اشخاصی که بیگناه درگیر ظلم و ستم جمهوری ضحاک اسلامی شدن و سخنرانی رو شروع میکنم. ژینا امینی و ماهو بلوچ، دو زن که در فاصله زمانی نزدیک در دو مکان متفاوت حرمت بدنهایشان شکسته شد، در مورد تعرض قرار گرفت، دیگری برای تار مویی به قتل رسید، یکی بلوچ دیگری کرد. مطرح کردن هویت مهم است، چرا که ظلم علیه ملیت‌های غیر فارس ظلمی آشکار و با بالاترین درجه خشونت است. همانطور که ژینا خطاب به مامورهای گشت گفت، ما اینجا غریبیم اما وحشیانه او را به داخل ون می‌کشند تا سرحد مرگ کتکش می‌زنند و بدن نیمه جانش را روی صندلی کلاس‌های منحوسشان می‌نشانند، ابراهیم کوچکزایی ماهو بلوچ را با پیش فرض دختر ساده روستایی که از چیزی سر در نمی آورد به بهانه بازجویی برهنه می کند و به او تجاوز می کند و این اولین بی‌حرمتی به بدن زن بلوچ نیست. ما که زخم‌هایی از داغ تجاوز به 41 دختر ایران شهری را توسط نیروهای دولتی در دل و ذهن خودمان داشتیم، تجاوز به ماهو بلوچ بار دیگر زخمای کهنه ای را باز کرد و عموم مردم و جوانان بلوچ را برای اعتراض به این جنایت به صحن نماز جمعه کشاند که 8 مهر سال 1401 یعنی روزی که تمام نمازگزاران بلوچ را در زاهدان به رکوار گلوله بستند که بیشتر از 120 نفر و 18 نفر را در اعتراضات خاش در تاریخ 15 آبان 1401 قتل عام کردند که از بین تمام کشته شده ها شاید فقط اسامی دو نفر تیتر رسانه ها شد. بعد از سالیان متوالی به حاشیه رفتن زنان فرودست جامعه
از زنان طبقه کارگر تا زنان غیر فارس که تحت سلطه آپارتاید جنسیتی، فرهنگ مردسالار و تبعیض ملیتی و طبقاتی همیشه تحت ستم تقاطعی به سکوت وادار شدند. جنبش ژینا و ماهو دو جنبشی بود که صدای این زنان فرودست شد و سالها مقاومتشان در صحن مبارزات علنی گشت و ما شاهد تسخیر خیابانها به دست زنان بلوچ و کرد بودیم و همینطور حضور چشمگیر آنها در فعالیت‌های مدنی، صدای برخواسته از رنج و شرایط واقعی زنان به حاشیه رانده شده را به گوش رساند. زن بلوچ که در تجربه زیستیش هم برای زن بودن هم بلوچ بودن تحت ستم مضاعفی قرار می‌گیرد، تنها کسی هست که می‌تواند خودش و جامعهش را از سایه نحس فرودستان رها بخشد. هیچ شخص مذهبی و غیر مذهبی تریبونداری که در مسجد چه سازمان ملل نمیتواند صدای برخواسته از مطالبات او باشد، چرا که رنج مضاعف را فقط خود او تجربه کرده است. زن بلوچ زیر مجموعه نیست، شاخه زیرین از اجتماع فرادستان نیست، او یک حیات سیاسی کامل است که امر رهایی بخش جامعهش را در دستانش نهفته است. در حالی که قتل عام مردم بلوچ فقط در جمعه خونین دیده شد، ما شاهد هستیم سالهاست که مردم بلوچ هر روز قتل عام می شوند. اما امروز آموختیم که منتظر دوربین و تریبونی برای روایت رنجهای ما نباشیم، بلکه هر کدام از ما یک رهبر است که آزادی او را هدایت می کند تا بگوییم این بار چگونه بعد از حد که حرمت و تعرض به دختر چابهاری و جمعه خونین که خاک بلوچستان برای چندمین بار خون فرزندانش را به آغوش کشید، ملت بلوچ صدایش را که سالها رنج خیشتن را در جان خود خفه میکرد تبدیل به فریاد راسخی کرد که تنینش را در هر جمعه در بلوچستان میشنویم. وضعیت سیاسی بلوچستان دست کم طی یک قرن است در وضعیت قرمز مانده است. در زمان استبداد شاهنشاهی نسلهای قبل از ما بزرگترین جنایت علیه بشریت را تجربه نمودند. در دهه 50 شمسی، زمانی که جنبش آزادی بخش بلوچستان در بخش شرقی بلوچستان پیشرفت کرد و توانست مناطق مختلفی از بلوچستان را به کنترل درآورد، ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور وقت پاکستان جدید التأسیس برای سرکوب بلوچ‌ها ناتوان ماند. به همین خاطر از محمد رضا پهلوی کمک خواست و ارتش ایران به سرکوب بلوچ‌ها شتافت و با بمب افکن های خود اقدام به سرکوب و کشتار بلوچ ها نمود. در این درگیری ها دست کم 10,000 نفر از مردم بیدفاع بلوچستان، از زن و کودک و افراد مدنی و آزادی خواه شهید شدند. رژیم پهلوی به طور آشکار با بلوچ ها دشمنی می کرد و محمد رضا پهلوی با افتخار می گفت حتی اگر پاکستان نمیخواست ما خود وارد عمل میشدیم، چون هر جنبش جدای طلبانه بخش شرقی بلوچستان را خطری برای بخش غربی میدیدیم. در میانه انقلاب جن جیان آزادی، ما هر روز شاهد اعدامهای فلهی انتقام جویانه در بلوچستان بودیم و هستیم، به طوری که هر روز خبرگزاری‌های بلوچستان اعلام میکردند زندانی بلوچی در استانهای دیگر بدون اطلاع قبلی به خانواده اعدام شده است. شلیک مستقیم، آن هم نه گلوله ساچمه‌ای یا پلاستیکی، بلکه تیر جنگی، امری شایع در سراسر بلوچستان است، به طوری که حتی مأمور راهنمایی رانندگی که در خیلی از مواقع مسلح و ملزم به استفاده از سلاح نیست، در بلوچستان حق تیر دارد. به راحتی میتواند به دلیل سرعت غیر مجاز و از این دست دلایل سطحی به مردم بی‌دفاع شلیک کند که اخیراً دو نوجوان 18 و 15 ساله به دلیل سرعت غیرمجاز در شهرستان سرباز هدف گلوله پلیس راهنمای رانندگی قرار گرفتند و مجروح شدند. نه فقط پلیس راهنمای رانندگی، ما هر روز شاهد شلیک نظامیان به مردم بی‌دفاع به بهانه‌های واهی هستیم. در تاریخ 20 شهریور 1402 در پی تیراندازی نیروهای اطلاعات سپاه که خودروی یک خانواده را با خودروی دیگری اشتباه گرفتند، چهار تن از اعضای یک خانواده را به راحتی قتل عام کردند. حتی یک روز هم نیست که مرگ سوختبران در رسانه‌های ما منتشر نشود.
سوخترانی که برای لقمه نان دست به خودکشی میزنند، آنها یا اسیر آتش میشوند یا زنده میسوزند یا در جاده ها و مسیرهای ناامن تصادف میکنند. و همینطور نیروهای مرزبانی لحظه‌ای برای قتل سوختبران با شلیک مستقیم، خارک انداختن در جاده‌ها، پرتاب سنگ و تماشای آتش گرفتنشان درنگ نمی‌کنند. گویا جان آنها هیچ ارزشی ندارد. به تازگی فیلم منتشر شده است که خودروی نیروی انتظامی به راحتی یک سوختبر را زیر می‌گیرند. ما کودکان سوختبر را دیدیم که حتی به زور پایشان به پدال می‌رسد، یا حتی زنان سوختبر که شوهرانشان یا اعدام شدند یا هدف گلوله یا در سوختبری جان دادن. و حالا زن خانواده سرپرست و ناناور فرزندانش شده است که او هم راهی جز خودکشی برای لقمه اینان پیدا نمی کند. سوختبر ستمدیده ترین و بی صدا ترین کارگر این جامعه است که از او با نام قاچاقچی و اشرار مسلح انسان زدایی می شود. اما هرگز کسی نمی‌پرسد چرا در بلوچستان اشتغال زایی وجود دارد و کوچکترین ادارات اکثریت کارمندانی غیر بومی هستند. در سال جاری در پی استخدام معلممان آموزش پرورش از 57 نفر معلم بلوچ 50 نفر با وجود نمرات عالی رد شدند. مادامی که حقوق ناچیز تدریس را لایق یک بلوچ نمی‌بینند و سهم او را از کار آموزش و درمان محروم می‌کنند، راهی جز روی آوردن به مشاغل سیاهی مثل یک خودکشی که احتمال زنده بودنشان هر روز کمتر از 50% می‌شود روی می‌آورند. دیدن این اخبار و تصاویر هر روزه مرگ آنها و مردمی که به سادگی خانه‌هایشان تخریب می‌شود و کپرهایشان آتش زده می‌شود به ما یادآوری می‌کند که مردم بلوچ در این جغرافیا ناشهروند هستند، که این گونه ازشان انسان زدایی شده است و قتل عامشان امری طبیعی و بی اهمیت. ما عادت کرده ایم هر روز در صف بدیهیات بمانیم، صف سیلندر گاز، صف آب آشامیدنی و غیره. همین سال قبل یک زن بلوچ در صف نفت از استرس اینکه نفت به او نرسد سکته کرد و در ستم سیستماتیک جان سپرد. این حیات فرودستان است و تمام بلوچستان در پایین‌ترین طبقه این اجتماع پر از تضاد است. زنان بلوچ که از هر منظر ستم تقاطعی را تجربه می‌کنند، تجربه زیستشان مملو از رنج‌های هر روزه است. زنانی که در کودکی کارهای سخت را به دوش می‌کشند، در صف آب آشامیدنی می‌مانند، در زمان پریود به پد و لوازم بهداشتی و آب برای شستشو دسترسی ندارند. آنها اگر شانس بیاورند مقطع ابتدایی را بگذرانند، خیلی وقتها برای مقاطع بالاتر باید به شهرهای بزرگتر بروند که همین امر سبب جاماندن آنها از تحصیل می شود. زمانی که با تحصیلات ناچیزی در خانه می مانند و به دلایل اقتصادی و معیشتی سرباری برای خانواده محسوب می شوند که نتیجه آن می شود کودک همسری و زودتر از موعد مادر شدن و مسئولیت‌های فوق سنگین به دوش کشیدن. زنان بلوچ که میکوشند تن خود را از بند مردسالاری و ظلم به تن و روح زنان رها کنند و سهم خودشان را از قدرت بگیرند، چرا که زنان بلوچ اگرچه در بخش معیشتی سهمی برابر یا حتی بیشتر ادا میکنند، آنها با فرزندان در آغوششان در نخلستانها سخت کار میکنند تا از بین رفتن تمام دید چشمشان سوزندوزی های فاخر برای دلالها انجام میدهند در ازای حقوق ناچیز. آنها با فرزندان خود پشت رول ماشین می نشینند و سوختبری می کنند. اما در این حال زنان بلوچ هر روز پا به پای مردان می جنگند. چه در برابر 100 سال استعمار و استثمار شاهنشاهی و جمهوری اسلامی، چه برای حقوق برابرشان با مردان در جامعه. بلوچستان مملو از زنان سرپرست خانوار است که همسرانشان در طی سالیان متوالی دوران شاه و شیخ قتل عام شدند به بهانه های مختلف و گویا در هر دوره بهانه عادی و جدیدی برای قتل عام امثال ما هم دارند. ما سالیان سال از شاهد اعدام های فلهی به اتهام مواد مخدر هستیم که بیشتر آنها دسیسه های دولت برای سود کلان در جهت منافع تمام دولت ها و همدستان آنها است. زمانی که در تمامی راه ها را برای معیشت مردم میبندند که آنها از فقر و گرسنگی جان بدهند، طبقه کارگر که بیشترین درصد جامعه بلوچستان را در بر میگیرد به خطرناکترین مشاغل مانند سوختبری و قاچاق روی میآورند که با سوختبری جایی در شعله های آتش میسوزند یا در قاچاق اجناس ناچیزی با اتهامات واهی اعدام میشوند.
همانطور که در سن 12 سالگی هم پدر من را برای درآوردن لقمه نانی برای خانواده‌اش اعدام کردند. بلوچستان در وضعیت قرمز مانده است، اما یک بار هم با واقعیتش تیتر اخبار نمی شود که بگوید ما جامعه‌ای ترحم برانگیز و محروم نیستیم. ما در سایه آموخته ایم که مبارزه تنها شرط بقای ماست، نه سلطنت، نه رهبری، آزادی و برابری. سخنرانی فائزه رو شنیدیم. از درهم تنیدگی ستمهایی گفت که خودش با این سن کمش تجربه کرد، به عنوان یک زن، به عنوان یک بلوچ و به عنوان کسی که به خاطر فقر، نابرابری طبقاتی پدرش رو در 12 سالگی ازش گرفت، رژیم تبعیضگر و سرکوبگر جمهوری اسلامی. به نکات خوبی اشاره کرده که بعد دوباره بر میگردیم به صحبت فائزه جان. یاور، تو از اون از تبعیضات نادیده، از اون ستمهای نادیده برامون بگو. اگر همکاری کنن این عکس رو حتما همکاری میکنن. من اول سلام میکنم به همگی. من در طول صحبتم اگر به کل واژه LGBTIQ+ اشاره نمی کنم یا جامعه رنگین کمانی، دگر باشن، جنس جنسیتی، هر اسمی میخواین روش بذارین، ولی به عنوان واژه چتری جامعه کویر میگم، به خاطر اینکه روان تر باشه و زمان کمتر ببره. توی این انقلاب ژینا، یکی از هایلایت های میشه گفت انقلاب ژینا، خیلی ها میگن که حضور جامعه کویر بوده توی این انقلاب، ولی شاید چون بهش ما هم خیلی طول کشید تا گرم بشه، عکسشون هم مثل خودشه، ولی خیلی ساده انگارانه است اگه بگیم که یه انقلاب شد، یه فضای جنبشی شد و جامعه کویر اومدن خواستهاشون رو مطالبه کنن. این حالا من خورد ادامه بده. بله، تقریبا 2 ماه بعد از قتل ژینا بودش که یک عکس رسانه‌ای شد، دختری بدون حجاب توی یکی از خیابونای پر رفت آمد آمل پرچم رنگین کمانی گرفته بود و روش نوشته بود Woman Life Freedom. این عکس میشه گفت یک جونی به جنبش کویر داد، یک جرأتی بود که تکثیر شد و خیلی سریع این عکس ها بیشتر شد و تبدیل به یک موج رنگین کمانی شد، موجی که نه فقط با پرچم ها و شعار ها، بلکه با بوسه های همجنس خواهانه توی خیابون و برافراشتن پرچم رنگین کمانی، برافراشتن پرچم ترنس ها و شبنامه ها، تراکت ها و شعارهایی که به این جنبش اضافه شد.
این عکس میشه گفت تا حدی مثل ویدا موحد شد، یعنی اولین عکسی بودش که اومد و بعدش این جرأت تکثیر شد. میتونی همجوری برین جلوتر. میتونیم بریم بعدی. که این عکس این جرأت و این شجاعت تکثیر شد و همینجوری میتونیم بریم جلو. این حضور جامعه کویر نه فقط داخل ایران، توی خارج از ایران هم خب سعی شد که همه جا حضور داشته باشیم و فضاها رو اشغال کنیم تا حدی، فضاهایی که شاید تا این لحظه تا انقلاب ژینا به اون صورت برامون فضای ولکامی نبود. این جنبش تقریبا میشه گفت، میتونیم بریم همینجوری شد، شعار نویسی ها بود، تراکت ها بود و شعاری رو اضافه کرد جنبش کویر به انقلاب ژنژیان آزادی، نه در مقابل شعار ژنژیان آزادی بلکه برای تکمیل کردن و همراهی و مستقیم اشاره به استعمار و آپارتاید جنسی جنسیتی. شعار کویر ترنس رهایی رو انتخاب کرد در کنار شعار قبلی رو میتونیم بریم. نکته قسمت، یعنی اون میشه گفت افتخاری که این جنبش کویر توی این انقلاب ژینا به دست آورد، نوشتن یک مانیفست بود، مانیفست جامعه LGBTIQ+ ایرانی و افغانستانی در میانه انقلاب. بهمن 1401 بود، هنوز چند ماهی از کشته شدن ژینا نگذشته بود، هنوز فضای اپوزیسیون هنوز یاد نگرفته بود که دور هم بشینه و منشور بنویسه و به نکات مشترک برسه، ولی جامعه کویر تقریبا میشه گفت کاملا 70 نفر از کنشگرهای جامعه کویر نشستن دور هم فکری کردن، همگرایی کردن و به 46 بند خواسته هاشون رو مکتوب کردن و البته این بند ها قابل، یعنی تکمیل شدن داره تکمیل میشه، ولی توی این 70 نفر از اولترا راست تا اولترا چپ بود، ولی در عرض یک فاصله خیلی، در عرض زمان خیلی کوتاه تونستیم به نه فقط خواسته های جنسی جنسیتی، بلکه به مسائل پناهندگی اشاره شده، بلکه به مسائل کارگرها، کارگران جنسی، به مسائل ملیت های مختلف، به همه خواسته هایی که یک جامعه در داخل ایران میتونه داشته باشه و این چیزیه که واقعا میتونست اپوزیسیون یاد بگیره، ولی متاسفانه اصلا ندیده شد، نشنیده شد و نبهش پرداخته شد. این اتفاقی هم نبود که یه دفعه به وجود بیاد، از مدت‌های قبلش فعالین جامعه کویر نشسته بودن دور هم، بیانیه‌های مختلفی نوشتن، برای مثال بیانیه خطاب به جامعه پزشکان، جامعه معلمان، اهالی رسانه، برای روز کارگر، برای روز 8 مارس که در رسانه‌های خیلی کمتری منتشر شد و اونها هم دیده نشد. میتونیم بریم بعدی. ولی این، یعنی همه این تلاش ها، همه این کنشگری ها در فضای خیلی نایسی هم اتفاق نمی افتاد. در کنار همه این نفرت پراکنی ها، در کنار همه این سرکوب هایی که سیستماتیک حکومت ایران اعمال میکنه روی جامعه کویر، میبینیم که همین چند وقت پیش از رئیسی، خامنه ای، از همشون با سخنان نفرت پراکنان
پرچم رنگین کمان از روش میزنن رد میشن، آتیش میزنن و در کنار همه این سرکوب های داخل ایران که میبینیم، سرکوب های هم از خارج از ایران میبینیم که تو جامعه کویر باهاش مواجه میشه. از کیهان تهران تا کیهان لندن مقاله های نفرت پراکنانه می نویسن، از خیلی از اپوزیسیون سمت راست به خاطر اینکه کویر ترنس رهایی مخالف تمام توتالیتر میتونه باشه، مخالف آپارتاید جنسی جنسیتیه، تمام نیروها، تمام افکاری که مثل جمهوری اسلامی و مثل اپوزیسیون راست نمیتونن این شعار رو تحمل کنن و نمیتونن با خواسته های ما همراه بشن. در نتیجه هم از داخل ایران هم از خارج از ایران ما زیر ضربه ایم. ولی اگر بخوایم کمی برگردیم بیشتر به عقب، در دهه 80 فضایی به وجود اومد که تازه اینترنت توی ایران راه افتاده بود و مجله های اینترنتی شروع شد، مجله های خیلی تاثیرگذاری که جنبش کویر رو واقعا هم همدیگر رو پیدا کردن، هم خواسته هاشون رو دقیق تر یاد بهش پرداختن. برای از قبلی رو مجله اقلیت آخرین مجله‌ای بودش که منتشر شد، قبلش چراغ بودش و اولین مجله مجله هومان بود که مجله هومان از سال یعنی سال 69 تو چاپ میشد و سه شماره چاپ شد که ساویز شفایی یکی از کسایی که به همراه 12 نفر دیگه این گروه رو، این مجله رو راه انداختن، میشه گفت میتونیم بریم بعدی. ساویز شفایی اولین کسی بود که سال 1351 توی دانشگاه شیراز سخنرانیش رو به موضوع همجنسگرایی اختصاص داد و واژه همجنسگرایی رو توی فضای آکادمیک و فضای عمومی مطرح کرد. یعنی از 1351 تا 1401-50 ساله که این جنبش زنده است و داره مطالبه گری میکنه، داره هم آموزش میده هم آموزش میگیره. و وقتی که تاریخ رو نگاه بکنیم میبینیم که واقعا 50 سال زمانیه که کافیه و زمانیه که جنبش کویر بعد، مخصوصا بعد از این نوشتن مانیفستش، وقتی که به اون در حقیقت یک جنبش میشه اسمشو گذاشت، به خاطر اینکه یک جمعیتی، یک جمعی خواسته های مشترکی دارن و اون خواسته هاشون هم نه از این جمهوری اسلامی میخوان، بلکه از آینده، از اپوزیسیون و از کسایی که میخوان بعد از این جمهوری اسلامی حکومت رو در دست داشته باشن. من در انتها 17 ماه می گذشته یکی از آخرین کارهایی که این آخرین عکس عکسیه که توی سالگرد ژینا فرستاده شد از کرمانشاه. در انتها من میخوام متنی از یکی از شبنامه هایی که 17 ماه می گذشته، یعنی چند ماه پیش، به مناسبت روز جهانی مبارزه با ستم و ستیز علیه جامعه کویر، شبنامه ای در داخل ایران منتشر شد، پخش شد، به دیوارا چسبیده شد، که من میخوام با قسمتی از اون شبنامه متن رو تموم کنم که اینجا هنوز شب نشده، ایران هم نیستیم، ولی شاید برای شما جالب باشه. نزدیک به 7 ماه است که از انقلاب ژنژیان آزادی میگذرد و در این مدت خیابانها، دیوارها، پشت بامها و حتی فضای مجازی محلی برای فریاد فروخورده مردم علیه استبداد رژیم جمهوری اسلامی بوده است.
در میانه این خیزش سراسری نکته‌ای حائز اهمیت این است که پیروزی بر استبداد و رسیدن به آزادی و برابری برای همه افراد در گروه یک انقلاب اخلاقی درون تک تک ما و در کنار مبارزه در عرصه سیاسی و اجتماعی است، چرا که خواه ناخواه اندیشه های ما متأثر از مردسالاری قدیمی ترین نظام استعمار است. شکست جمهوری اسلامی که خود ارمغان مردسالاری است و فراتر از آن ریشه‌کن کردن مردسالاری در گروه مبارزات مستمر با تبعیض نظاممند علیه جامعه LGBTIQ+ است. این تبعیضها همانا که ریشه در مردسالاری دارند موجب بقای مردسالاری هم می شوند. سرکوب جامعه LGBTIQ+ به درازای تاریخ مردسالاری تحت ستم بودند و طی 44 سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تمامی این اشکال ستم و تبعیض در متون قانون مکتوب شده و به اجرا درآمده است. با این حال اعضای این جامعه نه تنها از پای ننشستند بلکه در کنار کنشگری و مبارزات برحق خود در تمامی بزنگاه‌های تاریخی و مبارزاتی ایران همپای سایر آحاد مردم به خیابان آمدند. تحت شکنجه، بازداشت و احکامی مانند اعدام قرار گرفتند و عده‌ای هم ناچار به تبعید از کشور شدند. انقلاب ژنژان آزادی انقلاب تمامی بدنهایی است که تا به امروز به وحشیانه ترین شکل ممکن تحت خشونت بودند. رهایی و تحقق کرامت انسانی ما در گروه همدیگر است و مادامی که یکی از ما رها نباشد دیگران نیز رها نیستند. ما افراد جامعه LGBTIQ+ مبارزه علیه پدرسالاری و مردسالاری را از کودکی در نخستین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آغاز می‌کنیم و در خیابان‌ها بر سر رژیم مستبد و ستمگر فریاد آزادی می‌زنیم. بار دیگر با صدای بلند اعلام می‌کنیم که تنها راه ریشه‌کن کردن ظلم علیه تمامی اقشار جامعه یک انقلاب همه‌شمول در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فکری است. انقلابی که با شکست تمام عیار رژیم جمهوری اسلامی آغاز می شود. مرسی از یاور به خاطر سخنرانیش و بحث چالش برانگیزش که در واقع هر کدوم از ما که غیر از جامعه کویر هستیم میدونیم که اون ستمی رو که بر بدنهای واقعا اعضای این جامعه به مانند آنهایی که ستم جنسیتی بر زنان، ستم ملی رو تجربه کردن در اون در جامعه کویر به مراتب بیشتر بوده، برای اینکه دیده نمی شده، همون جور که مبارزات اونها دیده نمی شده، که در دور بعدی به در واقع می پردازیم که به چگونگی این چالش هایی که در سر راه ما وجود داره. سخنران بعدی ما سوما هست. من فراموش کردم موضوع سوما رو بگم. قیام ژینا رو سوما در پرتو مناسبات طبقاتی و جنسیتی در مرکز و حاشیه، آنچه که در واقع فائز گفت، با ما به بحث می نشینه. مرسی. سلام، عرض می‌کنم. صدا میاد؟ الان میاد. اوکی. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که اینجا هستن و از میلا و همه رفقایی که این امکان رو برای ما فراهم کردن که یک هم‌اندیشی جمعی داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم و به سهم خودم منم یاد همه جانباختگان راه آزادی و برابری، همه زندانیان سیاسی از کشتار 67 تا قیام ژنژان آزادی رو گرامی میدارم و بیش از هر چیز تمام زندانیان سیاسی گمنامی که امروز در زندانهای جمهوری اسلامی تحت شکنجه و سرکوب شدید در سکوت به سر میبرند، در سکوت رسانه‌ای، در سکوت جریان‌های راست و به حمایت همه جانبه همه ما بیش از هر زمانی نیاز دارند. و همچنین یاد کشتار خونین جمعه بلوچستان و زاهدان رو گرامی میدارم که فردا سال روزش هست و باز هم بر همه ماست که وفادارانه به این تاریخ برگردیم، نه فقط امسال، در سالهایی که پیش رو داریم. من سعی میکنم خیلی در
فرصت خیلی کوتاهی که دارم به این نکاتی که هم حالا به جهت دلالت‌های قیام ژینا میشه بهش پرداخت و هم چالش‌هایی که این قیام پیش رو داره بپردازم. همه ما میدونیم که جنبش‌های اجتماعی، این درسی که ما از تاریخ جنبش‌های اجتماعی جامعه شناسی گرفتیم، چون قیام‌ها به راحتی و خود به خودی تبدیل به انقلاب نمیشن. قیام‌ها برای اینکه تبدیل به انقلاب بشن به استراتژی‌های سیاسی نیاز دارن و این استراتژی‌های سیاسی ما یاد گرفتیم که از دی ماه 96، از آبان 98، از بهار عربی که از 2011 شروع شد، از موج دوم بهار عربی که در سال 2019 در برخی کشورهای آفریقا شروع شد، همه اینها به ما یاد دادن که این استراتژی سیاسی ضرورتش بیش از هر زمان دیگه احساس میشه. ولی لازمه استراتژی سیاسی چیه؟ بخشش لازمش اینه که ما صورتبندی درستی از ستمهای پیش رو داشته باشیم. برای همین من سعی میکنم خیلی مختصر به سهم خودم به در واقع در هم تنیدگی ستمهای طبقاتی، ملی و جنسیتی که همشون بخش مهمی از جریان در واقع اعتراضی الان ایران رو تشکیل میدن بپردازم. یعنی در واقع مشخصه قیام ژینا هم همین بود، قیام انقلابی ژینا، یعنی هم ناسیونالیسم شیعی و هم هنگپرانی نخبگان فاسد، میشه گفت سرمایه‌داری مرکز، اغلب در مرکز، و هم اقتدار مرد پدر سالارانه رو به شکل خاص و عامش در یک کلیت در واقع به چالش کشید این قیام. بنابراین اون چیزی که من اسمشو میذارم در هم تنیدگی این ستم‌ها خیلی فرق داره با اون در واقع شکلی از توجه سوری که به تقاطعی از ستم‌ها از سوی جریان فمینیسم لیبرال میشه یا خانش‌های در واقع غیر طبقاتی که از این در هم تنیدگی اتفاق میفته. اون چیزی که ما به زعم من امروز نیاز داریم هم یک تغییر رادیکال معرفت شناسانه است در بازخوانی جنبش ملی ایران در گیومه و در بازخوانی جنبش زنان ایران و هم یه تغییر سیاسی در فرم سازماندهی برای همگرایی ملی که در واقع عمیقا پیوند خورده به تعریفی که ما از ستم ملی داریم و بس رو در آخر به این میرسم که با چه چالش‌های جدی براش روبرو هستیم. در قیام ژینا ما میشه هم از گسست‌ها صحبت کنیم هم از تداوم. قیام ژینا در تداوم دی ماه 96 بود که خودش دو تا جنبش مهم رو در دل خودش داشت. جنبش طبقاتی که در واقع به جنبش گرسنگان و جنبش فرودستان لقب گرفت، جنبش دختران خیابان انقلاب که جنبش فمینیستی بود. جنبش در واقع آبان 98 در امتداد همین جنبش بود و قیام 1401 در واقع نقطه‌ای بود که این دوتا به هم گره خوردن که به زعم من کردستان نقش مهمی داشت و ستم ملی رو اضافه کرد به این ستم‌ها و تونست به خاطر سنت جنبش‌های اجتماعی که در دل خودش داشت اینها رو به شکل متعین به یک جنبش اعتراضی سراسری ملی تبدیل کنه. یعنی حتی امر محلی، امری که در یک جغرافیای خاص اتفاق افتاد، به یک امر سراسری گره میخوره و تبدیل به یک جنبش اعتراضی ملی میشه، چون از پیش امکانهای سیاسی و امکانهای دادخواهی، امروز سوژه بحث ما هست، در این منطقه وجود داشتن. اتفاقی که افتاد اینه که نقش محوری کردستان به ما در مورد این ناهمزمانی تاریخی در مورد جغرافیاهای ستم قیام ژینا هم چیزهایی میگه. اینکه در واقع تا دوره های طولانی مفهوم انقلاب یک تابو در کل در واقع ساحت سیاسی ایران به شمار میرفت، از همون زمانی که فرمان جهاد خمینی علیه کردستان صادر شد، انقلاب خواسته مبارزان و آزادی خواهان کردستان بود. زمانی چرا کردستان، چرا بلوچستان، اینها خیلی زودتر از مردمان مرکز از هر شکلی از تغییر در واقع میشه گفت اصلاح گرایانه در کشور در مرکز ناامید شدن. شاید به این علت متاسفانه که زودتر با آپاراتوس سرکوب، با دستگاه خشونت جمهوری اسلامی با اون شدت روبرو شدن و طول کشید تا مرکز به چهره واقعی در واقع جمهوری اسلامی پی ببره و توان نامحدود جمهوری اسلامی برای سرکوب در دفاع از حیات خودش. بنابراین این شکاف وجود داشته همواره در کردستان. ما یه ناهمزمانی تاریخی داریم، برای همینم قیام ژینا حداقل به اون شکلی که در کردستان اتفاق افتاد در یک دیالوگ دائم با انقلاب 57 به سر میبره. شعارهایی که در خیابون زده شده، سرودهایی که خونده شده، اینها در ارتباط مستقیم با 57ن. انگار یک کار ناتمامی شروع شده بود در سال 57 که با کشتار، با زندانیان سیاسی، با جهاد، اعلام جهاد خمینی و لشکرکشی به کردستان ناتمام بود و قرار بود امسال در 1401 به تمام برسه که امیدواریم به زودی این اتفاق بیفته.
در این در واقع در این چارچوب بود، در این برهه مشخص بود که کردستان نقش خیلی مهمی پیدا میکنه، امکانهای عینی جنبش رو تقویت میکنه و تغییرات مهمی در ذهنیت نسبت به در واقع کل حاشیه به واسطه بلوچستان و کردستان اتفاق میفته. اینجاست که ما میتونیم از گسست ها صحبت کنیم. حاشیه برای اولین بار مرکزیت پیدا میکنه، مسئله زنان عمومی میشه و از صرف مسئله زنان فراتر میشه، فراتر میره، در حالی که جنبش زنان تا سالها در سیطره در واقع نگرش اصلاح طلبی بوده و مسئله زنان رو منحصر فقط به خود زنان میدونستن. و واژه های انقلاب و مهمتر از همه مسئله طبقاتی، وقتی میشنویم آزادی و برابری، اینها شعارهایی بود، برابری شعاری بود که از حاشیه وارد جنبش سراسری شد. در واقع اینها، این واژه ها دیگه از واژه های تابو در میان. سالها تابو بود که ما در مورد مبارزه طبقاتی صحبت کنیم. این جنبش نشون داد مبارزه طبقاتی نه تنها یک تابو نیست، بلکه یک ضرورت برای کسایی که در مخصوصا در مناطق حاشیه زندگی میکنن و این رو تحمیل کرد به جنبش سراسری حاشیه. بنابراین وقایع شهریور یک گسست بودن، مخصوصا اینکه وقایع شهریور بین دو تا اتفاق مهم تو حاشیه اتفاق افتاد. یکیش اتفاقی بود در واقع تجاوز جنسی به شلر رسولی که 12 شهریور اتفاق افتاد و تجاوز به ماهوی 15 ساله که 10 شهریور اتفاق افتاد. این جریان ها، اتفاقی که افتاد این بود که اینا تونستن بیش از هر چیز، بیش از قبل خودشون، مسئله خشونت علیه زنان رو در این دو تا منطقه پیرامونی برجسته کنن. جنبش های اجتماعی که خیلی مبتنی بر ستم ملی بودن فرم فمینیستی تری به خودشون گرفتن در این مناطق و فمینیست های مرکز که اغلب در واقع میشه گفت نادیده میگرفتن مسئله ستم ملی رو، این بار هم به نسبت به مسئله طبقه حساس شدن و هم نسبت به مسئله ستم ملی. برای همینم حالا در ادامه اگه فرصت باشه من بیشتر در مورد صحبت میکنم. برعکس خیلی‌ها که فکر میکنن در مورد مسئله طبقه که اون اتفاقی که در حاشیه داره اتفاق میفته در واقع صرفاً یک مطالبه هویتیه یا مسئله ستم ملی یک مسئله هویتیه، این از قضا این خالش هویتی خانشیه که در تمام این 40 سال مرکز از حاشیه داشته. حاشیه هیچ وقت خودش رو صرفاً با هویت تعریف نکرده. این معناش این نیست که مبارزه تحصیل به حق تحصیل به زبان مادری مبارزه بی ارزشیه مثلا، یا مبارزات فرهنگی مهم نیستن. مبارزات فرهنگی خیلی مهمن چون بخشی از حافظه جمعی مردم یک ملت به شمار میرن. یه جامعه شناس فرانسوی هست که احتمال خیلی از شما میشناسینش، موریس هالبورکس، که در مورد حافظه جمعی کار کرده، یه کتاب در مورد حافظه جمعی داره و یه متن خیلی درخشان در مورد حافظه جمعی و زمان داره. تو اون متنش هالبورکس به ما نشون میده که چجوری این حافظه جمعی شکل میگیره در یک ملت و تا چه میزان این حافظه جمعی اتفاقا به برداشت اون ملت از ستمهایی که ما اسمشو میذاریم ستم صرفا هویتی گره خورده، در صورتی که فرمهای خیلی متریالیستی و متعین مادی دارن، پایه‌های کاملا مادی دارن. اینو بدونیم که ستم ملی در کردستان، بلوچستان و سایر مناطق حاشیه همیشه با فرهنگ فقر همراه بوده. اینو بدونیم که اشکال جدید بردهداری در واقع در کردستان، در بلوچستان، شوتیگری، سوختبری، کولبری، اینها تصادفاً به وجود نیومدن. این به خاطر اینکه نه تنها سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، بلکه هر سرمایه‌داری همواره خودش رو از خلال تمایزسازی جنسی، جنسیتی، تمایزسازی نژادی، اتنیکی، ملیه که تحمیل میکنه. یک بار با پناه هنده ها اینجا در خارج از کشور و یک بار با کردها و بلوچها و لورها و بقیه در واقع اقشار تحت ستم در مناطق پیرامونی. بنابراین اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده یک استبداد در کل کشور بوده، ولی ما با یک قرن استبداد ناسیونالیسم طبقاتی در حاشیه مواجه هستیم و این تمایز مهمی مازادی که حاشیه اضافه میکنه به جنبش سراسری و برای اولین بار کمک میکنه که ما حاشیه رو فقط با خشونتاش نبینیم، فقط با عنوان قربانی نبینیم. حاشیه میتونه در واقع منبع سیاست رهایی بخش باشه. بهترین شعارها، بهترین مانیفست‌ها در واقع از حاشیه اومدن. شعاری که از آزادی و برابری صحبت میکنه، ما پیش از این اصلا نداشتیم این حد از شعارهای درخشانی که بتونه از مرکز بیاد و این به خاطر تجربه زیسته این مردمان پیرامونیه که عمیقا با موقعیت مادی اونها گره خورده. اینا خیلی مهمن که نگاه ما رو بتونه تغییر بده نسبت به در واقع جنبشی که پیش رو داریم در تداوم جنبش. یک مسئله دیگه، مسئله جنسیت. فکر کنم من
خیلی کم وقت دارم. در مورد مسئله جنسیت من می‌خواستم اگر من آره بتونم، مرسی. در مورد مسئله جنسیت من نکته‌ای که حالا مجبورم خیلی کوتاه بهش بپردازم اینه که خشونت سیاسی در ایران علیه زنان همواره با شکلی از خشونت معرفت شناسی همراه بوده، اونجا که به مسئله زن کرد، بلوچ و حاشیه مربوطه. یعنی چی؟ یعنی ما تقریبا از تمام روایت‌های غالب فرادستان، فاتحان تاریخ، تاریخ ملی، ما تقریبا زنان مرکز کاملا حذفن از این روایت ها، چه روایت های جنبش زنان، چه روایت های سراسری جنبش ملی. من طی تحقیق که داشتم یک سری از مقاله های فارسی، انگلیسی و فرانسوی رو میخوندم که در مورد جنبش زنان ایران بود، حتی به یک مقاله بر نخوردم که در مورد در واقع سابجکتیویتی، در مورد سوژگی زنان حاشیه صحبت کرده باشه. انگار زنان مرکز تنها زنان این که علیه مرد سالاری مبارزه میکنن و ما زنان حاشیه در واقع بالکل تسلیم اشکال متنوعی از مرد سالاری محلی خودمون هستیم که معمولا هم خیلی شدیدتر و عمیق‌تر جلوه داده میشه از مرد سالاری مرکز. این هم یه مشکل دیگه است. نه تنها زنان حذفن، زنها معمولا فقط اونجایی ازشون صحبت میشه زنان حاشیه که بحث خشونت در وسطه، نه بحث دیگه ای. دقیقا مثل زن ایرانی که فقط وقتی در موردش صحبت میشه تو غرب که فقط با چادر سیاه نشون داده میشه، در مورد شجاعت ها و مقاومت های زنان ایرانی صحبتی نمیشه، در مورد مقاومت های زنان کردستان صحبتی نمیشه. دو تا مثال خیلی کوچیک براتون بزنم. همزمان با تظاهرات تاریخی سال 57 علیه بعد از سرکار اومدن 58 برای 8 مارس علیه حجاب اجباری، ما علاوه بر تهران در اکثر شهرهای کردستان هم تظاهرات داشتیم. باورتون میشه حتی یک عکس هم از تظاهرات سنندج نیست؟ ما با بحران آرشیو مواجهیم تو حاشیه، برای اینکه آرشیو ها در دست نخبگان ناسیونالیسته یا در دست دولت ناسیونالیست گرفتار شده و این بحران آرشیو به بحران دادخواهی، به بحران حافظه جمعی در مناطق پیرامونی منجر شده. یک مثال دیگه براتون بزنم. ویدئویی هست که احتمالاً خیلی از شما ندیدین. چند ماه قبل از قیام ژینا، 8 مارس سال قبل از قیام ژینا، در کردستان تعدادی زن و مرد، اکثریت زن، جمع شدن در سنندج و یک سری شعار به کردی و فارسی میدن علیه خشونت علیه زنان و در آخر میگن ژن ژیان آزادی، چندین بار دست جمعی رو تکرار میکنن. چند نفر شما این ویدیو رو دیدین؟ انگار شعار ژن ژیان آزادی برای اولین بار 1401 در آرامگاه آیچی سر داده شده. یعنی چی؟ یعنی اتفاقهای افتادن ولی در تاریخ فاتحان نیومدن و مثل اینه که هیچ وقت اتفاق نیفتاده باشن، مثل کشتارهایی که اتفاق افتادن. اگر در موردشون صحبت نشه انگار هیچ وقت اتفاق نیفتادن. وقتی میگم ما به تغییر معرفت شناسی رادیکال نیاز داریم، منظورم یه همچین چیزیه، بخاطر اینکه خشونت سیاسی همیشه با خشونت معرفت شناسی همراه میشه. یکی از در واقع فعالین الجزایری در یکی از کتاباش که در مورد انقلاب الجزایر صحبت میکنه خیلی خوب به این نکته اشاره میکنه، میگه در مورد اینکه استعمار جنبش انقلابی ما باید ضد استعماری باشه، اتفاق نظر داشتیم همه ما، یعنی اختلافی نداشتیم. در مورد این که چه فرمی از دانش انقلابی، چه فرمی از معرفت انقلابی به رسمیت شناخته بشه، اونجا ما اختلاف نظر داشتیم و میگه که هنوز جنبش اعتراضی الجزایر زنده است، چون هنوز هم اتفاق نظر وجود نداره در مورد این که مفهوم انقلاب چی باشه در الجزایر. این اتفاقیه که برای ما هم هنوز هست، بنابراین ما باید در مورد اینها واقعا جمعی گفتگو کنیم. من بحث اصلیم و یه چیز دیگه گذاشته بودم که وقتم تموم شد به علت پرحرفی، ولی خیلی چون مهمه کوتاه بهش اشاره میکنم. امیدهای زیادی در واقع جنبش انقلابی ژینا بود، ولی ترسها و چالشهای زیادی هم هست. این رو من صادقانه رفیقانه اینجا مطرح میکنم. خیلی از بحثایی که تو جامعه کردستان هست بین نخبگان کردستان و فعالین سیاسی باز در واقع باستابی نداره در جامعه غیر کردستان متاسفانه. یکی از چالش‌های مهم اینه که پیوندهایی شکل گرفت که برای اولین بار امیدهای بزرگی در کردستان، بلوچستان و مناطق پیرامونی شکل گرفت که انگار ناسیونالیسم شیعی ایرانی که یک قرن به قوت خودش تونسته بود استثمار و سلطه رو با هم پیش ببره در مناطق پیرامونی، انگار این تضعیف شده. یه امیدی هست برای اولین بار، چون تا الان حتی چپهای ما هم ناسیونالیسمش توشون خیلی برجسته بوده، یه امیدی بود که حداقل چپ مترقی، فعالین مترقی مرکز دارن صدای حاشیه رو میشنون. کردستان، کردستان چشم و چراغ ایران. من امروز به شما میگم در یک مرحله در قیام ژینا این امید شکل گرفت و بعد از اینکه این امید در واقع اون
جنبش خوابید و با واکنش راستگراها، با منشور مهسا، با واکنش‌هایی که به اسم قاضی محمد فقط اتفاق میفته در ساحت دانشگاه، با تمام در واقع فضای غالب راست ناسیونالیستی که ما میبینیم، امروز فعالین کردستان بیشتر از هر زمانی ناامیدن از هر شکلی از پیوند با مرکز. امروز بیشتر از هر زمانی مردم کردستان دارن به این فکر میکنن که سرنوشت خودشونو اگر مجبور بشن تنها رقم بزنن، در صورتی که تا چند ماه قبل این نبود. خیلی ها فکر میکنن که شرط و شروطهایی که مرکز براشون میذاره بیش از اندازه است، از حد توان خارجه. مرکز نمیخواد بخشی از جنبش باشه، میخواد اون رو راه رهبری کنه. مرکز میخواد نقش یک کارفرما رو پیدا کنه که در واقع پیاده نظام میخواد برای جنبش سراسریش. جنبش اتفاق بیفته، بلوچستان و کردستان انقلاب رو انجام بدن و این رو دو دستی تقدیم نخبگان ناسیونالیستی بکنن که قراره فقط از در واقع فرم عمامه به کراوات تبدیل بشن. این خطریه که احساس کرده بیش از هر زمانی حاشیه الان حساس نسبت به این موضوع و نیازی دیگه به خودسانسوری نمیبینه. بنابراین نیروهای ارتجاعی چه در کردستان، چه در بلوچستان و چه در جاهای دیگه مناطق پیرامونی بیش از هر زمان دیگه الان اتفاقا فرصت در اختیارشونه که از این موقعیت استفاده کنن. و ما هرچی جلوتر میریم اتفاقا خطر این که ممکنه نیروهای ارتجاعی تقویت بشن بیشتره، به خاطر اینکه مرکز حاضر نیست از نقش قیم معابانش کوتاه بیاد. همه ما باید حساس باشیم نسبت به این موضوع. تمام المان‌هایی که میتونه این ناسیونالیسم رو تقویت کنه، پرچم بر از نظر خیلی مهم نیست، ولی وقتی از نظر مردم در واقع حاشیه پرچم ایران گره خورده با یه قرن سرکوب، یعنی اهمیت پیدا میکنه. مثل حجاب به خودی خودش اهمیتی نداره، ولی برای ما زن ایرانی خیلی اهمیت داره، چون نماد یک 40 سال سرکوبه در واقع علیه بدن ما. دقیقا پرچم هم همینطوره و خیلی مثالهای دیگه. این که از نام ژینا استفاده بشه یا از نام مهسا استفاده بشه، این که قیام ژنژیان آزادی حذف میشه، ریشش حذف میشه، اسمی ازش برده نمیشه، این که دیگه به در واقع اقلیت‌های ملی و اتنیکی نگیم قومیت. قومیت یه واژه پیشامدرن در واقع ارتجاعیه که ریشش در استعماره و در واقع اون مردمان رو از خواسته های سیاسیشون توهی میکنه، انگار خواسته های مردم خواسته های فولکلوریسم و صرفاً فرهنگیه به معنای در واقع خیلی پیشامدرن و غیر سرمایه دارنش. به هر حال ببخشید من بحثم طولانی شد، خیلی لازم دیدم که همه اینا رو مطرح کنم. تو بخش دوم هر چیزی جا مونده باشه برمیگردم. خیلی ممنونم از توجهتون. خب به نکات بسیار مهمی سوما توی صحبتش اشاره کرد که ما یه فرصت خواهیم داشت با تمامی شرکت کنندگان اینجا در 4 محلی که در نظر گرفته شده به صورت گروهی دوباره با همدیگه به سخن بنشینیم و وقتمونو به پرسش و پاسخهای کوتاه و فرمالیته در واقع تموم نکنیم. یک سوالی در رابطه با صحبت‌های فائزه من دارم. فائزه تو صحبتات میگی که وقتی که از در هم تنیدگی ستم در حاشیه، از ستمی که بر ملت بلوچ میره، بر زنان اونجا میره، ستم جنسیتی، جنسی، ستم ملی و ستم طبقاتی صحبت میکنی، حالا که بعد از 1 سال پس از قیام ژنژیان آزادی اون روزها رو وقتی به یاد میاری، آیا فکر میکنی که مبارزات ملت بلوچ دیده شده در این جنبش سراسری در ایران، یا این مبارزات دیده نشده، یا اینجوری که در واقع درستی سوما در پایانش میگه، در صحبتش گفت که استفاده ابزاری میشه. نگاه میکنیم رسانه های کلان همیشه منتظر جمعه های زاهدانن و میگن این یعنی ادامه انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن یک سلطه دیگه‌ای که قرار دوباره مسئله حاشیه و حاشیه رونده بشه و مسئله مرکز تر بشه. این رو تو چجوری ارزیابی میکنی؟ چجوری میبینی؟ خب در کل که کلن
اونجور کامل که باید دیده بشه دیده نشده و رسانه ها هر چیزی که فقط دل خودشون میخواد و انتشار میدن توی فضای مجازی یا تو اخبار و کلن فقط هم همونطور که خودتون گفتین منتظرن که هر جمعه بیاد و ببینن چی میشه تا اون چی که خودشون میخوان و انتشار بدن و این همه ما کشته دادیم توی جمعه خونین. هیچ وقت من تو رسانه ها ندیدم که از همه افراد بخوان تصاویری نشر بدن یا اینکه بخوان در موردشون صحبتی کنن. فقط عکس خدانور لجه‌ای بوده که اونم گهگداری اگر انتشار میدادن یا نه، کل هم دیده نشده و اکثریت مناطق حتی تو ایران هم جاهایی هستش که یا حتی تو مثلا اشخاصی که تو حاشیه زندگی میکنن و اینا حتی نمیدونن که مثلا جایی به اسم بلوچ هست یا فلان هست، اینا رو خودم دیدم. یا حتی مناطقای مثلا دورتر مثل افغانستان یا نمیدونم ترکیه یا هر جا هیچ کس نمیدونه که افرادی به اسم بلوچ اصلا وجود داره یا اصلا کشوری به نام بلوچستان بوده نبوده، اصلا هیچ وقت یادی از اینا نمیشه و کلن دیده نشده. یاور توی صحبتات اشاره کردی به مبارزات دیده نشده جامعه کویر از سال 51 مثال آوردی تا به امروز. در سال در اوائل دنی در اول اوائل امسال یک منشور 12 ماده‌ای توسط 20 تشکل صنفی و مدنی منتشر پیدا کرد که به مسائلی اشاره کرده که برای اولین بار در تاریخ در واقع فعالیت نیروهای چپ به این صورت در شرایط ایران طرح شده، اولا با مسئله سرکوب، با مسئله مالکیت و با مسئله ستمی که علیه جامعه کویر میره به روشنی علارغم همه اون سرکوبا علیه جرم انگاری هایی که تا به امروز در جمهوری اسلامی بوده از اسم میبره. یعنی تمام قد این منشور وای میسه در حمایت از اون ستم ندیده شده تا به امروز. اینو آیا فکر نمی‌کنی یکی از دستاوردهای مهم خیزش در واقع ژنجیان آزادی بوده که برای اولین بار ما این دستاورد رو داشتیم؟ چرا؟ اون منشور خیلی منشور عزیزی بود، واقعا یک اتفاقی بودش که یک اتفاق یگانه عزیز و خیلی تاثیرگذار بود، ولی ناامید کنندم بود از طرفی. یعنی من به عنوان یک چپ و یک سوسیالیست خیلی ازش استقبال میکنم، ولی قسمتی از چون من میدونم که خیلی معذرت میخوام عمو سیبیلوهای من چندین سال پیش چجوری با من رفتار میکردن و الان میخوان بشینن یه منشور بنویسن نام میبرن، خیلی برای من عزیزه. ولی برای اون افرادی که با این گذشته آشنایی نیستن، برای دهه زد اون بند به شدت اشتباه نوشته شده بود، از ادبیات اشتباه، از ادبیاتی که اگر این همدلی من رو نداشته باشه یه کویر باشه براش توهین‌آمیزه. یعنی نشون داد که آره این مطالبه اومده روی میز، ولی اینکه بدیم این بند رو یک کویر بنویسه ببخشید الان صدا الان خوبه نمیدونم تا کجاش بود. میخواستی به بند اشاره آره کنی و به تأثیر این بند؟ خیلی بند عزیزی بود، ولی خب یه ذره ناامید کننده است وقتی که آدم میبینه که با وجود اینکه این مطالبه الان روی میزه، ولی برای نوشتن این بند داده نمیشه دست یک کسی که خودش با ادبیات کویر آشنای، خودش کویره، بشینه این بند رو بنویسه. و توی صحبت‌های سما اتفاقا اشاره کرد به ناامیدی از پیوند با مرکز. این ناامیدی توی جنبش کویر توی جامعه کویر هم هست که از این پیوند با بقیه جنبش‌ها ناامیده.
یعنی اینکه فقط به صرف یک گل سینه رنگین کمان در حد یک دو دقیقه اینترویو، در حد یک بند، در حد یک صحبت و یک جمله تخفیف، یعنی کاست ازش تقلیل داده میشه، آره، و همینطور استفاده ابزاری که ازش میشه از این بحث، یعنی استفاده ابزاری که ما به خاطر اینکه بگیم مخالف این حکومت فاشیستی و حکومت مردسالارانه حالا هر چیزی هستیم، باید این رو بگیم، باید این رو بگیم به خاطر اینکه ثابت کنیم که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم. در صورتی که وقتی که سلام علیک اول صحبتامون رو سلام به خانم‌ها و آقایان، در انتهای صحبتمون تشکر از خانم‌ها و آقایان و بقیه جامعه LGBTIQ رو نه بهشون سلام میکنیم نه ازشون تشکر میکنیم، ولی تو متن‌های بیانیه‌هامون تو بندامون میاریم که ازشون میخوایم حمایت کنیم. یعنی این یکی از اون چالش‌ها و یکی از اون نکاتیه که جامعه کویر خیلی گل درشت داره میبینه حقیقتش رو بخواهیم. خیلی ممنون. نکاتیه، یعنی از زاویه دیده در واقع بخوایم اینجوری بررسی بکنیم، مثل همون استفاده ابزاری از مبارزات دهاشیه که مرکز به نفع خودش استفاده میکنه، ولی آغاز یادگیریم، یعنی خیزش جنجیان آزادی به ما یاد داد که یاد بگیریم همه ستمها رو به رسمیت بشناسیم. تنها با مبارزه با همه اشکال ستمه که ما میتونیم اون نابرابری ها رو در واقع از بین ببریم. بله بله حتما. بحران آرشیو هم بهش سماع شرکت، دقیقا این بحران توی جامعه کویر هم هستش. یعنی ما از تاریخچه خودمون ناآگاهیم، یعنی ما میدونیم که توی جهرم قبل از 22 بهمن شروع کردن به کشتار جامعه کویر و همجنسگرایان و کسایی که خارج از نرم جنسیتی بودن، ولی به غیر از سایت بیداران و یک مصاحبه هیچ کس دربارش حرف نزده. توی صحبت‌های خیلی زیادی توی کلاب هاوس و این ور اون ور، وقتی که از زندان‌های دهه 60 از زندان زندانیا و از زندان‌ها گفته میشه، من ازشون میپرسم که در بین بقیه زندانیا آیا شما کسی رو دیدین که به این اتهام زندان باشه؟ همه میگن نه الان بحث سیاسی، الان حالا اون حاشیه است و هنوز ما تو حاشیه ایم. یعنی بحران آرشیو، ناامیدی از پیوند با مرکز و استفاده ابزاری، هر ستاش تو جامعه گیران هست. خیلی ممنون. سوما جان، بحث طولانی تری داشتی نسبت به دیگران راجع به حاشیه و مرکز و استفاده ابزاری و اینه که مرکز تا اونجایی که بخواد برای منافع، برای قدرت استفاده بکنه، از مبارزه حاشیه رو در واقع در طول حتی قیام جنجیان آزادی دید تا اون حد که بخش اعظم حرفات رو در واقع واقعیتیه که وجود داشته توی تفکر حتی فمینیست های در واقع لیبرال. شما میبینیم که فقط در واقع سیاست هویتیه، یعنی هویت زن بودن، هویت کرد بودن، هویت در واقع از جامعه کویر بودن در واقع مطرح میشه و این همگرایی این جنبش ها دیده نمیشه. اگر بخوای یه نکته مثبت از تأثیر یک خیزشی که سراسری شد در رابطه با مسئله کردستان بگی، اون نکته چی میتونه باشه؟ من به تو حق میدم وقتی که ما هم صحبت میکنیم در فرهنگ اکثریت مرکز، حالا در همه جنبش های اجتماعیش، وقتی مسئله قتل‌های ناموسی میشه میگه مسئله فرهنگیه، مسئله فرهنگی کردستانه، این مسئله فرهنگی بلوچستانه. همه این واقعیت رو میدونیم، ولی الان فکر میکنی در این اواخر تغییری رو دیدی که مثبت بگی که بر اساس اون
باید امیدوار بود که علیه همه نابرابری ها با همدیگه مبارزه کرد؟ به نظر من بیشترین امید در جنبش فمینیستیه. ما پیوندهای خیلی نه تنها نمادین، بلکه در واقع در سطح جنبش اعتراضی سراسری هنوز خیلی همبستگی از فرم نمادینش فراتر نرفته و معنای عینی و ماتریالیستی به خودش نگرفته. یعنی که از یک سری امتیازهاش حاضر باشه مرکز کوتاه بیاد و منابع رو بتونه مساوی تقسیم کنه یا مواردی از این دست، یا این حق رو بده که مردمانی که در یک سرزمین زندگی میکنن درست مثل مردمان ایران بتونن خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. این اسمش حق تعیین سرنوشته و مشخصا هم ممکنه به جدایی ختم نشه ولی این حق بمونه. ولی جنبش فمینیستی از قضا نقطه امید نه تنها جنبش سراسری بلکه در خود حاشیه‌ام نقطه امیده، در بلوچستان شاید، من فکر میکنم در کردستان همینطور. فمینیست ها کسایی هستن که همبستگی رو از نمادین بودنش فراتر بردن و فرم مادی به اون بخشیدن. همین الان یک سری اتحاد، همبستگی، همکاری و از این قبیل کارها هست بین جنبش زنان کردستان و جنبش سراسری و کمک کرده که کردست جامعه کردستان خیلی حساس تر بشه نسبت به مسئله جنسیت. اگر ما تا الان خب میگیم تو مرکز مثلا مسئله ناسیونالیسم نذاشته مسئله ستم ملی برجسته بشه، خب چیزی که تو حاشیه هست انقدر ستم ملی خشونتش اوریان بوده باعث شده که ستم جنسیتی کمتر دیده بشه. این اصلا قاعده کردستان و بلوچستان نیست، این قاعده جنبش های اجتماعی. اونجایی که خشونت سیاسی اوریان میشه، جنگ میاد وسط، دستگیری میاد وسط، برخورد سیاسی میاد وسط و خشونت طبقاتی هم پاش پیش میره، مثل کلبری، مثل سوختبری، جایی برای مسئله خشونت علیه زنان نمیمونه. همیشه به عنوان یه مسئله ثانویه به حاشیه میره. این اتفاقی بود که تغییر کرد در قیام اخیر و واقعا فکر میکنم اون چیزی که در واقع پژواکی که ما میشنویم از کردستان اینه که یه انقلابه و مطمئنا تو همه جای ایران منحصر به کردستان نیست، یه انقلاب اجتماعی که خیلی برای ما مهمه، حداقل برای ما زنان جنبش، داره همزمان با قدرت زیادی پیش میره و این خیلی وابسته به کل جنبش سراسریه. از تحملی که برای بحث‌های خوب البته پنلیست‌ها انجام دادید. ما برای اینکه با همه پنلیست‌ها تک تک با همه شما وارد گفتگو بشن، شرکت کنندگان رو به چهار، به سه گروه تقسیم می‌کنیم. دو گروه در همین اتاق، بخش جلویی و بخش انتهای سالن تقسیم می‌شیم و یک بخش هم در بیرون سالن، در محل بیرون سالن، و سخنرانان به نوبت در 20 دقیقه، در یک رو قرار شده 20 دقیقه، بعد 20 دقیقه تک تک و همزمان با همه در واقع گروه شرکت کنندگان وارد سخن میشن. بعد جمع‌بندی این در واقع گفتگوها رو می‌شنویم، دوباره به سالن منتقل می‌کنیم. یعنی شما این فرصت رو دارید که در یک، ببخشید، این فرصت هست که در یک ساعت با همه پنلیست‌ها به گفتگو بشینیم و هر نوبت 20 دقیقه. برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن. برای زن زندگی آزادی، برای زن زندگی آزادی.
همیشه دستور از بالا اومده، ما امروز تصمیم گرفتیم حق از پایین بره به بالا. فرزند کارگرانی کنارشان میمانی. آلترناتیو ما شوراهای کارگری است. الان برج 9 اومدن اینجا به خاطر که حق و حقوقشون رو بگیرن. شبا از دستر خوابمون نمیبره. ادب نار سنمنت. یو نیست که در آمد ما ندان. ایدو ایدو همشهری به گوشمات کارگری نو. ایدو ایدو کارگر رو به کجا میرسونن که به این نتیجه میرسه که دیگه زندگی ارزش زیستن نداره. ایدو ایدو فرسول بی بی را به نمیخوای کارگرانی که این روزها مثل ما سفره‌شون خالی از دونه، میخوایم که به این اعتصاب بپیوندن. سلامی تفضل صدای رای مردم. اینجور خیلی سخته، چشا جدا ضعیف میشن، دستمون در میگیره که حتی کلا مقطع نخا بشیم. خیلی سخت. میخواییم که در ازای کار برابر به زنان مزد برابر بدن. میخواییم که محیط‌های کاری امنیت داشته باشه برای زنان. به باباش گفت بابا رو پوش نمیخوام، لباس نمیخوام، ولی دیگه خونی مالی خونی نیا. چهار تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش دادن برای 1200. لعنت به این زندگی. مردم عوض و مردم ایران خواهش میکنم کنار کارگران بایستید. و پنجمین سال اعدام 67 هستش. اینجا آرامستان خاورانه که کشته های 67 رو به صورت دست جمعی در این زمین دفنشون کردن. مردم اومدن روی خاک گل گذاشتن. با درود، باز هم گلهای پریشان خاوران، باز هم خاک تفته خاوران، باز هم اندوه فراوان، باز هم یاد یاران، باز هم تابستان و تابستان و تابستان. هنوز داغ ما تازه است و هر روز می گذرد تازه تر می شود. انتظار و انتظار و انتظار را بر دوش کشیده ایم. از پشت دیوارهای سرد بلند اوین و قزل حصار گوهردشت تا گلزار همیشه جاوید خاوران، تا
توهین و تهدید و ضرب و شتم را همه جا شنیدیم و کشیدیم و چشیدیم، اما به جز ساکی و لباسی رد و نشانی نیافتیم، حتی در شیارهای بینشان خاوران. اما صدای من خاموش نشد حتی نقاب بر چهره خاک کشیدن مادران و پدران چیزی از خواسته ما کم نکرد تا فریاد بلندمان را به گوش انسانهای آزاده برسانیم. چرا در این سرزمین ماتم زده سزای برابری طلبی، آزادگی و عدالت مرگ است؟ همانطور که در سالهای اخیر به ویژه یک سال گذشته شاهد کشتار و شکنجه و زندان زنان و مردان این مرزمون بودیم، هر تناب دار که میبینیم، هر خبر اعدام که میشنویم، هر شکنجه و اعتراض، هر سلول انفرادی همزاد پنداری با هموطنان که اسیری در بند دارند و یا عزیزی از دست دادند. ما با شما همراهیم دورا دور، اما به دلهای شما نزدیکیم. با شما در دلهره‌هایتان غم و اندوهتان شریکیم. اندوه و رنجتان پایان ناپذیر برای ما از هر کسی ملموس‌تر است. و ما خود را در کنار خانواده این عزیزان می‌دانیم. از این رو می‌گوییم مطمئن باشید که نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم تا روز رهایی از ستم و بردگی. باز هم تابستان دیگری از راه رسید. باز هم خانواده‌های خوش اینه.
مشکلی که این برسی ببینم از این مشورت در اشتباه بکنم
روایت پسا استعمالی هست روایت خود ناسیونالیزم و مو عمل کرد شدیر هم یه نوع سآلش ناسیونالیزم دو بار این که این دوره یکی معیلی سیستان رو می‌بینیم تا مطرح شدن مسئله خود زنان، مسئله جنسی و جنسیت، مسئله کویر در سیستان بلوچستان ما اصلا ازش نمی‌شه. ولی چیزی که الان مثلا من می‌خوام یه مقایسه بکنم، ای کاش تو این پنل در مورد ما یه رفتار مثلا از خوزستان داشتیم و می‌تونست در مورد عربان صحبت بکنم، چون برای من خودش یکی از مسائل جامعه ایران هست. زن و خانه من خلال همه خطرها رو بهتون میخرم
من فلان میکنم، خودم میرم حالا اعتراض میکنم، حقم رو میگیرم فلان، تو چون زنی و چون دین دستور داره و این دینم خیلی نقش مهمی داره و دین دستور داره و تو قرآن نوشته که زن باید همش خونه نشین باشه و فقط بچه داره خونه داره کنی، بقیه کار رو با مرد انجام میدیم و همه که ترس و تابو از قرآن دارن بخاطر ترس همین و ترس از خدا و مجبوره که اطاعت رو کنه از این اعتراضی هم نداره میشه. چی دستاوردی توی این یک سال برای زن بنی چی بوده؟ خب دستاوردهایی خیلی داشته. الان مثلا از در سال که اعتراضات اعتراض بکنه اکثریت اعتراضی نداشته و نمیدونستن زن که چه جایزای منو دارن و چطوری باید زندگی کنه. ما نسبت به بقیه طرف راست و طرف راست اصلا خطرزا میتونن باشن برای جامعه باشن جامعه که هیچ به هویت جنسی جنسیت که اولی هویتشون که سیاره اون وقت بگن ناسیونالیست سیاره نیست ما باید حتما از اول تا آخر بیان بگنم وقتی من جنسیت هم میتونن کرده بودم چون ناسیونالیست من اینجا میبینم که سال 69 شماره 315 بدنت الان نه مهمه همون قد مهمه که
کرد بودن مهمه، هم قلب مهمه، نه بیشتر نه کمتر. اولویت ها خود کسایی که تر کسی کنم خاشن رو بکنم، ولی که بودم اگر مرکز خاشی ما باید اجمیعی از صدا در مناطق جغرافی خاشی قدر بگیریم. این سیستم جغرافی هست، ولی سیستم همزمان رو جاست کنم، سیستم طبقاتی هم هست. چه درصد کردستان شهرهای اصلیش بیکاره بشه؟ ما چپ ها و این تغییر ها در سالهای دیگه به خاطر رعایت جاهای خوبی بوده و باید جوری مسائل شهری زایدگی رو چجوری بتونیم ادامه بدیم از این پیشرفت خودمون بتونیم و یادم بود مسلما این جمله آخر رو بگم معلومه در جنبش‌های کلیر مثل فمینیست‌ها همیشه جناح‌های لیبرال داریم، جناح‌هایی داریم که میتونن یعنی اینطور یعنی آری از مسئله هم نیست، مثل جنبش‌هایی که توسن ناسیونالیستی باشن. وقتی که تو به خاطر هویت سرکوب بشی همیشه یک گروهی هم هستن که فقط اون هویت ولی برای کل نمیشه این رو برای کل جامعه کلیر برکنم که شما روش هویتی دارید، نه هویت برای اینکه سه نفر دیگه هنوز داریم میخوای سه تا سوال رو بگیریم بعد جواب بدی که برسیم با عرض پوزش. مرسی. برای اینکه به دوستان برسیم، سعید تو همون موقع سوال دومون ببخشید چرمنده شما بود، سعید محمد شدیم پنج نفر. اول شما نه نیر بسته بودم ببخشید. اگر تو نزده چون واقعا دو تا سوال. آیا این وضعیتی که توصیف کردیم راه برای فاشیستای ایرانی باز نمیکنه که بتونه اونجا با همین مولوی این سنی های خیلی رادیکال با هم وضعیت رو چفت و بست کنن؟ یک. دو، سازماندهی دیگه هم هست به جای همین مولوی؟ چون ما میبینیم فقط نماز جمعه است بعد راهنمایی آلترناتیو دیگه اونجا بود که ماها نه رسانه ها نشون نداد. اولا که موضوع رسانه اینجوری که اگر چیزی هم باشه رسانه ها موضوع که دلشون میخواد و اونجا حالا بعد اینکه ماهی که اتماس کردیم و گیر افتادیم و بعد که حالا مسجد مکی و مولوی اینا بلند شدن بیشتری ها اکثریت همشون از تقرار اگر تو برای این اطلاعات میدونن و حتی مثلا اون بگه بریم تو خیابون میبن این معلوم نمیرن یا هر واقعی کاری بخواد اینو انجام بدن جونشون هم بذار سوالا رو بگیریم، حداقل سوالا رو سریع بگیریم. همه سوال فقط بگید سریع کنید. محمد شما سعید بید جمعه شدن به نیگاه به ملاکی یک بچه اونده از درانه هست، یک بچه از سکولاری است. توی بلوچستان این نفوذ مولویا یه موتوری هست که دومش رو در ایمان سوال. به وقتی که اونجا بلوچستان صحبت میشه خیلی ها میگن که زن ها اونجا چه وضعیتی دارن یا مثلا نفوذ اسلام یا چون میگن توی اصفهان و قم و نمیدونم اینجا این فضای عمومی از توی اونجا بلوچستان. سوال هم اینه در واقع نسبت مولوی ها و طایفات بلوچستان و این جنبش چیه؟ دوم که یکی که بازده شده چی تا بزن؟ الان نگه داریم سبا سوال، اینا سوالی خیلی زیاد من سوالی بزنیم. یه لحظه من سوال نمی‌پرسم از این جهت که فکر میکنم که یه نقدی دارم واقعا به جمع که نشسته اینجا رفیقمون از بلوچستان اومده و بعد خودش از یک جامعه سرکوب شده. یک سیستان و بلوچستان یک پیکر واحد نیست، سیستان جغرافیا دیگه، یه بلوچستان جغرافیا دیگه. دو، در اون جامعه ای که حالا اون بالا صحبت بود آرشیو، ما هیچ چیزی درباره جنبش در بلوچستان نمیدونیم، در حالی که رفقایی که نشستن میدونن سال 58 59 در اون رای گیری برای قانون اساسی این زاهدان که مراکز رای گیری رو آتیش میزنه، اون تصویری که امروز دارن از بلوچستان به ما نشون میدن و با اون داره بلوچستان قضاوت میشه تصویر نادرسته، تصویر مخدوشه و به نظرم یه ذره این دوستمون یه سوال متفقه از خودش بود.
با توجه به این فضایی که اونجا تجربه کردیم، اونجا به لحاظ اقتصادی ماجرای جغرافیایی وجود داره اسم چابهار که یک طرفش یک اقتصاد و یک طرفش یک اقتصاد حاشیه‌نشی. نقش اون خانسالارها اونجا در استثمار چیه؟ خب دیگه بعد جا به جا سخنران بعدی میاد برات. دیگه وقت نداریم، با شرمندگی ببخشید دیگه. مرسی خانم عزیز. شرط و شروط مرکز، این مرکز کیه؟ من میخوام بدونم اونجا هم تأکید کردم مثلا نماینده مرکزی که این شرط و شروط رو میذاره کیه؟ رضا پهلویه؟ نمیدونم مسیح علی نژاده؟ کیه؟ این فرد رو بشناسیم بریم یقش رو بگیریم بگیم داداش دیگه این حرفا رو نزنش. یکی این که همونطوری که گفتم من تو حرفای شما یک رگه هایی از ناسیونالیزم بود که همونطوری که گفتم تنه به تنه ناسیونالیزم خاک و خون و اینا میزن که کردستان بل شد کرد اگه کردا نمیدن مثالاش هم گفتم ما احزاب کردی داریم میرن میشنن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن مثلا انقلاب رو فراموش میکنن مسیر رفرمیز رو پیش میگیرن میدن یک سوال دیگه که شما یک محل تولدی واسه این انقلاب قائل هستین که انگار این انقلابه تو کردستان متولد شد اومد. این انقلابه به نظر من تو سال 1401 شروع نشده. این انقلابه زمانی شروع شده که اولین سرکوب رو جمهوری اسلامی شروع کرده، از همون زمانی که زنان در 8 مارس 58 اومدن تو خیابون، از 30 خرداد 60، از 5 مهر، از سرکوب کردستان، ترکمن صحرا. ما باید اینها رو در یک کلام روایت ببینیم. ما نمیتونیم بخش باشیم. حرف هم همین بود. مرسی. سه سوال. مرسی. منو کشت. سه نفر رو میگیریم بعد میریم. آرش رو بعد رفیق. من مرسی از این بحثی که ایران داریم. من دقایت که ارزنده بود و یاد گرفتیم.
برعکس نکته ای که آرش گفتی در اون نکته محمد بحثایی بود که زن زندگی آزادی رو پیوند زدی به موعظه‌های پیشینش به شما آدرس داد. پرسش مشخص رو داشت اینه. از عزیزای به ما یه فاکت یاد کردی. مثلا ببینید چه استنتاجی از رو دارید در ارتباط با وضعیت ایران از عموم و کردستان، یعنی استخراج بحث تو از عزیزای برای جامعه ما در انقلاب ژینایی چیه؟ همین. زنده باد. خب این دو تا چون چهار تا سوال یه دور برو بعد جوابو نشیدم چون قبول کنم ولی آره من جواب رو مجبورم تکرار کنم. چون پرسیدم مرکز کیه؟ مرکز یک در دو سطح، یکی در سطح گفتمانیه، اون نیرویی که غالبه، یکی در سطح مادیه، یعنی الیتی حاکمی که تمام امکانهای مادی اقتصادی سیاسی فرهنگی رو در قدرت خودش داره و نمایندگی میکنه ایدئولوژی غالب رو. مثلا مردا به نسبت زنها در قدرت موقعیت قدرت بیشتری هستن، یا مثلا یک شما یه شیعی باشین که فرد شیعی به نسبت یه بهایی در قدرت بیشتری قرار دارید، شما یه آدم هتروسکسوال باشین به نسبت یه آدمی که ویرایش جنسی دیگه ای داره در موقعیت قدرت قرار دارید. این تجمع اینها در واقع مرکز رو تشکیل میده. اتفاقی در ایران افتاده اینه که در حاشیه های جغرافیایی مرکز جغرافیاییش در واقع مردمانی قرار دارن که اون مردمان از تبدیل شدن به اقلیت، در واقع اقلیت شده بهشون میگن، بیشتر از اینکه نیروهای اقلیت میگن، توی فرایند دولت ملت‌سازی سرمایه‌دارانه اوایل قرن بیستم این نیروها تبدیل شدن به دیگری هایی که راحت بتونن اکسترکت کنن ازش، راحت بتونن استثمار بشن، راحت بتونن تحت سلطه قرار بگیرن، برای اینکه همه ایدئولوژی در واقع ایدئولوژی یک تصور متوهمانه از یک دولت، یک ملت، یک شعار، نمیدونم از یک در واقع فرهنگ واحد در یک کشور چند ملیتی بتونه این رو تصویر کنه و از طریقش استثمار کنه. برای این تصادفی نیست که ما صحبری و بزرگی و شوتگری رو تو مناطق حاشیه کشور داریم. همینطور مسئله زنان من اشاراتی کردم که اصلا دیده میشه، فقط با خشونت دیده میشه و مسائل دیگر به همین ترتیبه. برای این مرکز اینه. راسیونالیستی که تو حرف من هست اینو مهمترین سوال، چون مطمئنم خیلی سر خیلی ها میچرخه. اولا ما کسایی که از حاشیه، یعنی در واقع مراحل حاشیه میان، من مهمان زن کرد، ما آدمایی نیستیم که درکی نداشته باشیم از این مناسبات ناسیونالیستی، یا اگر صحبت میکنیم فرق ناسیونالیسم سرکوبگر با ناسیونالیسم بودیتون ندونیم. چون گفتم ناسیونالیسم تو کردستان معمولا و تو همه جا، نه فقط تو کردستان، ناسیونالیسم حاشیه معمولا واکنشی بوده به شدت ناسیونالیسم دولتی که قدرت دستش بوده و تمام آپاراتوس قدرت رو در اختیار گرفته، به ویژه از طریق سرکوب، شکنجه، زندان، که بتونه از یک مردم استثنایی کنه و تبدیلش کنه فقط به نیروی کار بدون فرهنگ. انگار ذاتاً فرهنگ ندارن، انگار ذاتاً اینقدر بی ارزش میشن که 100 نفر که بر توی رو بگیرن به اندازه یک نفر ارزش پیدا نمیکنه. شینا اگر در تهران کشته نمیشد احتمالاً بازتاب خبری پیدا نمیکرد. برای فقط دو تا چیز کوتاه بگم. اونجا گفتم آرنت میگه وقتی به مثابه یهودی به حمله میشه به مثابه یهودی، وقتی به مثابه کرد یا بلوچ به حمله میشه به مثابه کرد مبارزه میکنیم. معنیش این نیست که یادتون بره که زن کرد طبقه کارگری مثلا. اینم بگم که این ما از دو طرف میکنیم. شما به من میگین هویت طلب کرد، کردا به من به ما میگن فارس گراهایی هستین که چشتون دنبال مرکزه، اول توجهی به ستم ملی تو کردستان نشون نمیدین. ما از هر دو طرف داریم میکنیم. چرا؟ چون داریم سعی میکنیم یک پل درست کنیم بین این دو تا، کاری که معمولا اتفاق نمیفته، برای اینکه در قبال خودمون گم نیستیم و خیلی هم خوب تشخیص میدیم که ناسیونالیسم کردی فرقش چیه. بانا شما از من بخواید من نیروهای ناسیونالیسم کردستان رو خیلی بهتر احتمالا میتونم برای شما توضیح بدم، از سوپر ارتجاعیش تا کمتر ارتجاعیش. بنابراین این نیروها وجود دارن، هم آگاهی نسبت بهش. چیزی که اونا رو تو این لحظه تقویت کرده ناسیونالیسم فارس شیعه مرکز چپه، نه خودش به خوبی خودش. ببخشید حرفی تو قطع کردم، میخوای سوال کنم. اجازه من فقط یه مثال زدم، گفتم اونجا گفتی که سر این جمهوری اسلامی بره همه اتفاق نظر داریم، به سر رفتن فرانسه تو الجزایر، ولی سر اینکه چه نیروی انقلابی باشه، چه تعریفی ما از نیروی انقلابی داریم، گفت تو الجزایر هنوز اتفاق نظر تا این روز دهه ها گذشته از رفتن فرانسه هنوز اتفاق نظر وجود نداره، اون مشکل هنوز سر جاشه و ممکنه ما دهه ها با این مشکل سر و کار داشته باشیم. دوستان ما 13 دقیقه داریم، 6 نفر تو نوبت، دوستانم یه دست بلند کنم. من گذاشتم این سه دقیقه.
شما یکم مفصل‌تر بریم، امیدوارم که سوال ذهنی برخی بره. بنابراین این 6 نفری که هستن لطفاً فقط به صورت سوالی بگین، چون همه با نظر داریم، سوالی بگین که بتونیم جواب بعد به شما وقت بدیم جواب بدیم. من سوال از شما مشکل اصلی که شما همون تیر تشایی تو تهران کردن و همون تیر شهر تو بلوچستان کردن. آیا شما فکر میکنید که وقتش رسیده که نیروهایی که میخوان تو کردستان یه جای دیگه کنید هدف از چون اون تیر تشایی باشن؟ نه تشایی رو سونا میتونید، هدف اصلی به نظر من الان سر چیزی که اتفاق نظر داره جوده شوش اتفاقا سکولاریسمه. به نظر ما محل چالش نیست. تا حدی هم مسئله جنسیت حداقل در ظاهر پذیرفته شده، مسئله حق تعیین سرنوشت و رابطه مرکز باشی است که به پاشنه روش داره شده. این نظر شخصی من اصلا قرار نیست که همه تو باید داشته باشه. من احترام با اون تو باید مخالفم. فرح کجا بود؟ من از هر خود خیلی استفاده کردم، خیلی جالب بودم. اینم من اول سوالم بگم که من به اعتقاد داوطلبانه ملیت های مختلف ایران معتقد مدرت هستم. اما چیزی که تو بحث صحبتات گفتی شب، یعنی از سلسله مراتبی مرکز نسبت به حاشیه، یعنی این مسئله خیلی انگشت گذاشتی، اون رو پررنگ کردی، گفتی که برای حل این چالش ما مجبور شد خودمون تصمیم بگیریم، یعنی ملیت کردستان. آیا به نظر تو مثلا تو این شرایط با یه چنین نگاهی ما باعث به اصطلاح تسقیط این مبارزه علیه حکومت اسلامی نمیشی؟ مثلا این رو شما بخواهی انگشت بذاری از این موضوع استفاده بشه؟ این هم 20 ثانیه بگیرم. به نظر من باعث تفریت جنبش سرسری بشه تا وقتی که حق تعیین سرنوشت با صدای بلند به رسمیت شناخته نشه از طرف مرکز، معنیش این نیست که فردا روز جدا میشن مردم کردستان، معنیش این نیست حتما از این حق استفاده میکنن، ولی تا به این اعتبار نرسن که این حق براشون محفوظه و این رابطه بازسازی یک رابطه خدشه‌دار تاریخی بین مرکز و حاشیه است، اگه این درست نشه بقیه جنبش رو هواه. یعنی تو جامعه شناسی هم میگن اگه فیلم کلاسیک بهش نگاه کنیم لازمه انسجام اعتماد در این جامعه، وگرنه اصلا انسجام شکل نمیگیره. رابطه این که جنبش مرکزی سراسری در واقع هم سرنوشتی نه ملی هم سرنوشتی بتونه خودش رو پایش رو حفظ کنه، لازمش اینه که حقوق اولی تمام مردمان متکثرش، زنان لیبیتی کویر، نمیدونم حق تعیین سرنوشت، اینها به عنوان بیسای اولی به رسمیت شناخته شدن. به نظر من هیچ وقت مردم کردستان میل به جدایی ندارن در این لحظه، و اگر ناسیونالیسم فارس شیعه بهش فشار بیاره ممکنه به اون نقطه برسن، در این لحظه نیستن ولی ممکنه برسن. مرسی. ببینید یکی توی نوبت امیر، ملیه، فرخونده و دوستانمون که کنارم بوده کسی دیگه تو نوبت است. من بفرمایید. از پیش تو همون یه دقیقه من فرموله کنم. یک بلند از پیش تاکید میکنم که با توجه به سیستم چیدمان بیان داده ها پارامتر و قفل و بندشون به هم، من با شما در سمت قبول کرد هم نظرم. این رو پیش بگم که اشتباه نشه. دو، با تحلیلی که رفقای مارکسیست من و مارکسیست من ایرانی هاشو میذارم آگاهانه کنار که هر گونه برداشت های بچیشی ها و بیوتسازه بیتونه بیشه بار بگه با رفقای قدیمی اروپایی
مارکسیست، مارکسیست تحلیلگر که تحلیل میکنم به این نتیجه رسیدیم در این مورد و ارتباط مستقیم پیدا میکنه با این مشکلی که شما گفتید، با اختراع نکرد این مشکل رو که ایران با تضادهایی که درش میتونه آمده بشه تمام مخلفاتش مثل توی آشپزونه آماده است واسه فروپاشی ملی، یعنی پاشیدن و تیکه پاره شد. پارامترا هم فراوون هم. من تلگرافی میدم خاورمیانه همه کشورها کلا ترکیه برخی کشورهای بزرگ اروپایی اینها به عنوان پارامتر موجودن. تحلیل مارکسیستی یه عده رفقای مارکسیست غیر ایرانی تماس گرفته اینجوری ارزیابی میکنه کلن شرایط ایران با حماقت اصلی مرکز رفیق اصل وزیر و ندانمداری های مفتی فارسان در میدانی یا مرکزی و بهتر میدانیم که بلیش برش کار شده بهتره که چه کار بهتره مخلوب است همین این حدیده ها نکنید نتیجه ارزشی من دوستان ایران ایرانی میزن که ارزشی نتیجه سوال این الان این آماده این فروپاشی رو چند دیگه بشه یعنی اکامیزه بشه این میتونه غلط بشه ولی این مطلبه وقت در ارتباط با این ندانم کاری که هم کرد راست بکنش هم فارس چپ بکنش این رو چجوری میگیم بگوش گفتم قبلش قبل از اینکه رسیدیم به این مشکل شدیم من میخوام آیا تعیین حق سرنوشت تو کردستان عراق نیست؟ ولی آیا زحمت کشای عراق، آیا کارگرای عراق آزاد شده؟ در صورتی که ما میبینیم کارگرای عراق و زحمت کشای عراق حق تعیین سرنوشت رو دارن ولی نه نون دارن، نه آب دارن، نه زندگی مرفه. ولی سوال من هم بپرسم، چرا شما میخواید انقلاب کنید؟ یه مردم انقلاب کردن، نصفشون آواره شدن، الان هم نصفشون نرون دارن، نه آب دارن، نه چه کاری که شما همون انقلاب رو بزنید به نتیجه نرسید و بیاید تو ایران هم انجام بدید؟ من در وصول توجه من زورتون نشدم. یعنی میریش این سوال همه جا پرسید، خب قرار نیست که همون رو باستانی کنید، خب اگر ایران هم انقلاب بشه. ببینید، شما دفاع میکنین از حد چون این حق تعیین سرنوشت تو کردستان عراق شد ولی آیا کارگر زحمت کش عراق از زیر اون ستم از اون ستم سرمایه در اومد؟ در رای ایران هم جمهوری اسلامی بره در میاد کارگر؟ نه ایران هم جمهوری اسلامی بره در نمیاد چون من معتقدم که حق تعیین فکر کنم فرخونده هم سوال داره. فرخونده من نمیدونم اونطوری که به معلوم سوال نیست ولی میخوام بگم که دوست ما تمام تضاد یک جامعه سرمایه‌داری رو به تضاد بین مرکز و حاشیه تقلیل داد. این تئوری مال دهه 90 میدونم میشناسم کامل، من خودم هم جامعه شناسی خوندم من واردم، ولی اینطور نیست که تضاد داخل جامعه ما تقلیل دادنش به الیت شیعه یا الیت غیر شیعه اینا حل نمیشه. ما اونجا یه جامعه سرمایه‌داری داریم، این الیت شیعه یا او هر چیزی که شما تصور میکنید اینا نمایندگان یه طبقه هستن در اون جامعه. شما باید از این دید به مسئله نگاه کنید، با این دید اومد
مسئله کردستان هم به شکل دیگه ای دیده خواهد شد، نه به شکلی که شما مطرح مرسی. یعنی دو تا سوال تقریبا یه چیزه، یه دو نفر دیگر رو داریم پس سه دقیقه بگیرم. سوالی فقط بپرسیم شما بعدش هم شما که چیزی بفرمایید. آره حتما. توی بحث در واقع ناسیونالیسم که مطرح کرده یه تفاوت‌های در واقع قائل شدید بین این که در واقع چه نوع ناسیونالیسمی، اگه ما بخوایم در واقع از دید جامعه شناسی بهش نگاه کنیم و همزمان وضعیت روانی در واقع جامعه، حالا اونجا که محصول به جغرافی ایران شده رو در نظر بگیریم، ما اگه بگیم مثلا تا آخر فئودالیسم نرفتیم، یعنی نتونستیم فئودالیسم ازش عبور کنیم و به اول بردهداری دوباره کشیده شدیم، چطور میتونیم در واقع این رو جا بندازیم بین یک مردمی که فرق ناسیونالیسم و هویت خواه با فرق ناسیونالیسم مالکیت طلب چی میتونه باشه و چطور اینو میتونیم از هم جدا کنیم که بتونیم در واقع یک روش مبارزاتی براش پیدا کنیم؟ حالا بعدن اگه وقت شد خیلی خوشحال میشم با هم صحبت کنیم. مرسی. سوال آخرم شما بفرمایید. من سوالم یه چیزی که بود الان چیزی اشاره نشد راجع به یک دولت مرکزگرا با سیستم خودش نه تنها انسانها رو میرونه حاشیه نشین میکنه، بلکه نیروی کار ارزان به وجود میاره. کار سوخور، کار کولبر توی مرکز نیست. ببین این من یه مشکلی با مرکز فرهنگگرایی دارم که اینو متوجه نمیشه، یک جوری نادیده میگیره چیزهای مشکلاتی که داخل اونجا هست، نمیبینه اینا رو. ما 5 میلیون مردم افغانو داخل کارگرای مهاجر هستن، کسی نمیبینه اینه. همچنین مسائل بلوچ سوپران رو نمیبینه، در مورد صحبت میکنه، محکوم میکنه به عنوان چپ، ولی یک چیزیه که فرهنگ سیستم مرکزگرایی توی درون خانواده ما، توی افکار ما جا گذاشته، باید فراموش بشه. نه من فقط میخواستم اینه بخواستم حمایت کنم. من مخالف این نیستم که بگم یک سیستم مسئله کردستان مسئله طبقاتیه، اگه هم برای حق سیستم ملیش میگرده او فرق میکنه. سیستم از بالا اونجا توی کردستان عراق چیز شده فرق میکنه، یک کسی که از پایین گراس بسید. مرسی. ببخشید ببینید دوستان سوال میکنید که این گفتیم که آیا کولبر کارگره، آیا زن کارگر کارگره، اینا واقعا سوالتون بود یا اینکه اعتقاد داریم که اینا کارگر نیستن؟ اینو یه توضیح بدید. مثلا کسی خیلی بخشن چون بشه کارگری این مدرسی اینا نیستن، فکر کنه کارگر فقط اونی که تو کارخونه لباس کار کنه. سه تا سوال دیگه که پرسیده شد، من ممنونم از همه که سوالا، من درک میکنم که موضوع همینه پاشته ماشینه، یعنی خیلی خیلی حساس و پولمیکه و خیلی هم به هم رفت دارم. اگه اجازه بدین و یک خیلی کسان که فکر میکنن که مسئله مرکز و پاشیه یا مسئله سیستم ملی بشه طبقاتی نداره، یا ما که ازش حمایت میکنیم وقتی از این دلیل صحبت میکنیم که به درستی گفتن یعنی طبقه داره. دقیقاً وقتی میگیم شیعه فارس به خاطر اینکه اون شیعه بودن و فارس بودنشون باعث تجمیع قدرت اقتصادی در دستشون شده، اینا با هم ارتباط دارن. اگه اون ازش بگیری تبدیل میشه به بورژوازی کلی که اشکالی خودش از ستمگری رو تجربه میکنه، علارغم اینکه در شکل طبقاتی در موقعیت در واقع نیتی طبقاتی قرار داره. بذارین یه دونه نقل قول از مارکس براتون بخونم، برای کسایی که خیلی هنوز وفادارن به مارکس و کسی که همه دیگه بخورن اینجا تا هر دیگه بتونیم بپذیریم. مارکس چی فکر میکنه در مورد ایلند؟ به جای ایلند بذاریم انگلستان، به جای انگلستان بذاریم ایران. آخر در 1860 مارکس نظرش رو در مورد مبارزات پرولتاری در انگلستان و آزادی ایلند تغییر میده. مارکس بر این باور بود که طبقه کارگر در انگلستان مجبور از مبارزات ایلند برای استقلال دفاع کنه، ولی نه به عنوان یه موضوع حقوق بشری، بلکه به عنوان پیش شرط رهایی خود انگلستان. این پیش شرطش بوده، این شرط ایجاد اتحاد واقعی طبقه کارگر در انگلستان بوده به زعم مارکس. جملهش اینه: اهرم‌های اصلی جنبش باید در ایلند پوشیده شود. جاش بردارید اهرم‌های اصلی جنبش اعتراضی همسرنوشتی ایران باید اهرم‌هاش در حاشیه پوشیده بشه، بخاطر به شکل عادی نیروهای همسرنوشتی بیشتر از همه مورد استثمار
و مورد در واقع سلطه قرار گرفته و به شکل مالی امکانهای بیشتری برای مبارزه با اشکال متنوع ستم دارن. این کل حرفیه که در موردش هست. فروپاشی ملی به نظر من یه دیسکورس بیشتر از بالاست برای ایجاد ترس در مورد انقلاب، همون در کلام دیسکورس اصلاح طلبیه ولی به شکل دیگرش، ولی درسته خطرهای جدی جنبش در واقع همسرنوشتی ملی رو تهدید میکنه، باید در مورد این خطرها صحبت کرد. به نظر من فروپاشی اولین خطرش نیست. خطر مرسی از زنده زنده رفتن زیر خواهد. به نظر من اگر طبق کارگر توان این رو نداره که پیروز بشه، خب به جهنم اونای دیگه ای که میتونن خودشون رو نجات بدن خودشون رو نجات بده. لازم نیست این پیروزی رو بحث بکنیم به پیروزی بزرگتر و تا اون روزی که شما در تهران پیروز نشید ما در نقد هم نتونیم پیروز باشیم. یعنی به نظر من این دوتا مسئله انسانی، مسئله که لازم نیست حتما با پیروزی در اصفهان جان خسیز دیم را سلام کنید به شنونده ها و مخاطبین. تشکر و این حتما نباید با جنسیت چیز کنید چون واقعا خیلی تابلوه. مثلا یکی از کسایی که همین منشورها رو می نویسه و فلان و اینا همین اول سخنرانیش از خانم آقا سلام علیه کرد و خواهشم از خانم آقا صحبت تشکر کرد و خیلی افتخار داشت که تو منشورشون اینو نوشتم و وقتی من اعتراض کردم خودش که
منشون به این خوبی نوشته شده، حالا شما سر یک لغت ولی خیلی راحته. مثلا حتما نسل‌های نسل عادت کرده بودن که بگن این بورتای مختلف بسی سیاقت ولی از یه لحظه یه آدم ادبیات میتونه تغییر بده. شاید نشه همیشه، ولی اگر آدم بخواد ادبیات رو تغییر بده دیگه میده. و تو انسان ها به نظر من اون لحظه یه لحظه است که اتفاق میفته. وقتی یه جا رو دیگه شور کنی تغییر بده دیگر جنس کاری که استفاده کردی در بین جامعه ال جی بی تی یا در واقع تو از بیرون دگرباش آره چون شاید نمیدونم دگرباش دگری آره میگم تعریف میکنم تاریخچه داره دگرباش تاریخچه داره دگرباش وقتی در اومد که بحث کویر تئوری ترجمه های زیاد شد فارسی و سعی شد برای یک ترجمه استفاده بشه، مثلا هوموسکسوال بود، همجنسگرا بود، بایسکسوال بود، فلان، یعنی برای اینا ترجمه بود ولی برای کویر ترجمه نبود. برای کویر که خارج از اون نرم ها قراره که خارج از همه کشوهایی که بر تعیین میکنن باشی و تو دگر هستی، تو اون باش، اون بودن تو با اون نرمی که جامعه هستش مناقض داره. ولی در طول زمان شد یک واژه چرسی برای کل جامعه که اینم مثلا من که خودم مثلا آشکان سازی رو وقتی خودم فهمیدم لحیه مثلا آخر هفته اول هشته اون موقع توی بلاگ ها ما با از دگرباش خیلی استفاده کردیم، به خاطر اینکه اصرار بودش که توی فضای فارسی یک واژه‌ای رو جا بدیم. و الان مثلا نسل جدید کویر مثلا اصلا حاضر نیست به دگرباش خطاب بشه، ولی واسه ما این نوستالژی داره. دیگری رو فضای سیاسی و اجتماعی هم و اینکه یک دیگری رو تعریف میکنه که متعلق به جامعه نیست و خب آدم هایی که خوش مسلمان متعلق به جامعه ولی الان مثلا خب بیا میگن که اصلا نباید ترجمه کرد. چرا باید من اگه برای فمینیست ترجمه داریم، برای سوسیالیست ترجمه داریم، برای کاپیتالیست ترجمه داریم، برای داریم، ولی هم استفاده میشه. بسیار من برای اینکه خودم شده پس نتیجه این لحظه جمعه که از الان یه راجعه بدون یواش استفاده نمیکنم. من استفاده خیلی وقت چون من وقت خودم با تو یه خاطره دارم میخوام اینو بگم الان دوستان اینه هست من ایمیلتو نه جر خاطره یه چیزیه ایمیلشو نگه داشتم همین که داره میگه ما یه تشکیلاتی داشتیم میزنیم بچه های چپ بودن و ما توی نوشتنش مال اوایل دهه 80 جنبش دانشجویی و ما یه غلطی کردیم از واژه دگرباش استفاده کرده بودیم که ایشون ایمیل زد آره نمیدونم یکی از بچه ها شاید کسی یه ایمیل زد و گفت شما چرا از واژه دگرباش استفاده کردیم آره من این دیگری سازیه و حق نداریم و ما اصلا کم کردیم گفتیم آخه ما هیچ واژه دیگه ای براش نداریم اگه نگیم دیگر باید این زمان هم حل شد و الان هم این ما بازم خیلی خوب پس چون بچه های آره یکی از بچه ها اصلا جزد با ما اصلا هنگ کردیم گفتیم خب دیگه دیگر بازم نگیم چی باید بگیم که خوش بختانه آدمی هست خب ببخشید من بدم تو بس فرم اینجا آمادگی به هیچ عنوان برای گرفت زدن کارتون رو باشه چیز و
پسر نمیدونی حکومت به نظرم آشکاریه یکمی پیرگاه دوشانه هست میدونی چون تو من تاکسی بورم دیگه آلمانی سوار ماشینم که بودی که مبارده با یاد نمیتونم حرف بزنم آلمانی این تفاوت نسلی خیلی مطالبه گری مشخصه. نسل ما مطالبمون جرم‌زدایی و بیماری‌زدایی این که خانواده ها قبول کنن این جور چیزا مطالبه نسل ما جنبش کویر. جنبش کویر الان اصلا با حکومت صحبتی نداره، صحبتش با دادی و زمانه است، صحبتش با شرمه گذار، صحبتش با آینده ایران. این انقلاب رو من اونجا خودم داخل جنبش کویر دیدم که نه، میشه واقعا جنبش انقلابی به اینجا رسیده که اصلا دیگه بحثش و مطالباتش و خواسته هاش داخل این جنبش اسلامی نمی گنجه، اصلا حاضر نیست فکر کنه دربارش که داخل این جنبش اسلامی باشه به مطالبات میکنه، اصلا بهش فکر نمی کنه نسل الان. ولی برای آینده من کاملا من حتی اون لحظه رو میتونم ببینم. بارها تصور کردم که ما نشریه زدیم، ما سازمان زدیم و بیان آتیش بزنن. اتفاقی که اینجا هم افتاده، همه اینجاها افتاده. من به یک من از این روشنفکرهای ملی مذهبی و اینا اونو هنوز جینات کشیز نشده بود، کش نشده بود. بعد از این 98 گفتم که یه همچین جنبشی هست و ما خواهیم ما نشریه خواهیم زد، کتابخونه خواهیم زد، سازمان خواهیم زد. ولی مسلمان ها من میدیم این مسلمان ها میان ناراضی شما به عنوان روشن من اصلا انتظار دارم که از الان روی مسلمان ها کار کنیم که ما رو آینده آتیش نزد. جوابش این بود که این کسی که میخواد دولت پاینده رو برای این رو کنترل کنه باید پلیس خوب برده. آقای مصطفی دانشگر مشتبای عزیز و ما برمیگردیم به فرهنگ جدایی از زمان بردهداری تا حالا در رابطه با جامعه مرسایا، در رابطه با حکومت نفری سرمایه و سیستم همه اینا در واقع مرجعه. تو این جامعه که تا حالا تجربه من این بوده که تو اون دوره سالای 90 که می اومدن رستوران هایی رو که بسام اندر اوف رو خواهی بود به عنوان بسام توی عید رو خواهی بود سنگسار می کنیدن. الان طوری شده که این نوع امارکن رو که اینا می دور هم جمع میشن که بتونن به درد های مشتری پر بدرد دارن مسئله هویتی شده در واقع اگه شده با اون فرهنگ حاکم در واقع یه جایی فرهنگ داری بکنن و بتونن به جلوه در واقع امارکن مورد حمله بود. الان نیستم اینه که به اصلاح های اینجا جدا شده برای اینکه به اصلاح خیلی خود در این جنبش جنبش جا بیده یعنی روبی بیده منطور شما باید جامعه مهاجر یعنی یا یه جامعه متفرده و مشخصا در اتفاق مسئله سیاسی با تفرده فرهنگی دوالیست سعی کنید این فرهنگ دوالیست به اصلاح هزارها ساله نظر تصدیل قضیه قرمان خود خودم به عنوان مرد، به عنوان برخی از جواب مرد، هر چی میگم هیچ یاد من نمیپرسیده تو چی کار فلان جایی کنی؟ برای اون نفع مردانی من رو که رسا اصلا ما به فکرش هم نمیدونم اینه که به ذریع ما که مسئله شما چهار میکنید؟ باید خود هم نسل دیگه یه نسلی که بعد از خانواده الان توی
کاربان جدید نسل جدید هم در اعتماد و مسئله چه بحث فرهنگیه که تو ما بود کتاب تو باست من عوض بکنه خیلی بازتره تا آقای حاسدی او تا آقای خودساب تو میدونم تا حتی ما کپ زده تا به کپ میگه این کارها من رو کجامه چی میشه؟ چی کار من؟ چی هست؟ من بیشتر به جامعه آلمان هم بگیم من به جامعه ایران و به جامعه افغانستان و به جامعه افغانستان چیه؟ داری کنم؟ هست کسی که آدم بیاد آموزش بده آدم بیاد به حقیقت مردی خودش با نقد بده مرسی مشتاق جان من برسیم باش میخوام من اجازه میخوام قدر اگه نوبت منه قدر جواد فکر کاسی جواد بدم من خیلی خوشحالم که شما رو میبینم خیلی خیلی خوشحالم من یک کم پیرو به صحبت این دوست داریدم ببینید این قضیه جوان آقای نهزاد که زن آزادی برقرار شد نسل جوان به نظر من این تغییراتی انقلاب فرهنگیه نسل جوان داره به جنگ 1400 سال تشیع صفوی میره یعنی کشوری که مردمش به خاطر امیر علی خمینی رو تو ماه دیدن گفتن در قرآن رو باز کنید نه ببینید این مردم واقعا شدت عقب دیده ها چقدر هم تاروخ نداریم از شهباد 20,000-30,000-2,000,000 روشن فکر بگذاریم اینا همه به خواهر آرامش دوست ها اصلا این ناخودآگاه اونا این باور هست ممکنه نماز نخونه مکم نره ولی در مغزش این بابا خب بالاخره یه خدای هست جهنم بهش داریم حالا ما حرفم یه اولا که من پسر دوست عزیز خودم که هیچا بهش کتاب نمیدادم بسیار پسر نوزولی بسیار از بخاری درست که دور کنه من یک سال زندگی کنم و این واقعا نازنین بود بعدش هر وقت میخواست از تو محله بره محله ما در پاریس یه جای متوسطه نه خیلی جلو داخل شماله ولی عرب و چین و خالص چیز زیاده من گفتم اینا قدس دارم اینجوری نر یا بیا لباس عوض کن برو تو ساک داری میلیون کلوپ جا خونه دوسته اونجا عوض کن این گفت جدی میخوام جان تو میزنن عرب رو تیکه تیکر میکنم هر که این تموم شد من رفت از خونه در یک کلوپ تیکه تر کرد در پاریس از این بعد تیکه تر گم شد بعد از 10 روز پلیس به پدر زنگ زد گفت یا پسر تو در فلان بیمارستان این صبح که داشته سر فرانسه داشته از کلوب نمده بیرون ریختن سرش چند سر در تمام دنداش رو خود کردن پلیس نشش رو گرفت حالا خوشبختانه زنده از الحمدلله اینا رو درست کرد من مقبل سکنم میخوام بگم که این قضیه کار فرهنگی عظیم میخواد یعنی آش یواش بجا دسته بله تو کل خواهد بزن تو کل خودتون از کسیمت بردارد ولی از همین ملت هم که اقتدار حکومت هست باید یواش یواش بزنیدن تا در روز که انگلیس آدم ها فرانسه این مسئله ایش در چه برید نم که ایران باید این پاکش باشه باید این اما گرفت زدن این مسئله خصوصی به زن زندگی آزادی همه این بر لکه میزنه همونه این مسئله اگه شدنی ناچار شدم که دو تا فاکت بدم حالا که مسئله خصوصی نیست مسئله گرانش ها هویت جنسیت اونا اون خصوصی نیست مسئله اجتماعی و مسئله سیاسی عبود دارم اجتماعی و اگه بخوام قاطی جواب هر دو صحبت رو بدم نسل جدید جنبش کویر وظیفه خودش رو آگاه سازی شما ها نمیدونه تولید محتوا کرده گذاشته تو اینترنت شما انگوش دارین گوگل هست برین سرچ کنین خودتون آموزش نسل جدید اینجوریه من اینجوری نیستم ولی نسل جدید اینه نسل جدید میگه من دلیل نداره که به خاطر اینکه گرایش هویت جنسی من میخوام برم کار سیاسی رو بکنم تو اگه میخوای آموزش ببینی من تو محتوا کردم واژه‌نامه جنسیت هست گوگل کن چند تا واژه‌نامه خوب میاد چند تا سایت خوب میاد
مانیفست فلان فلان گوگل الان همه شده. ولی یعنی این آگاهی سازی چیزیه که تمامی نداره، همینجوری خود خود باید بشه. ولی مثلا همین چیزی که شما میگید توی بیلی، من مدت‌ها مددکار اجتماعی توی کمپ پناهنده های کوری بودم که پناهنده بودم و این کمپ آدرسش عمومی نیست، آدرسش مخفیه، به خاطر اینکه از کمپ های دیگه خانواده هاشون دنبال بچه ها و پناهجویی بودش که میگفتش که من تو سوریه جلوم آدم منفجر شد، اون تو صورتمون پاشید، اونو تحمل میکنم، تحمل کردم، ولی روزانه کتکی که اینجا تمپل هوف آف مرسی بلدین توی کمپ پناهندگی از هم مملکتی خودم میدیدم، اونو نمیتونستم تحمل کنم. از کمپ نمیدیم کمپ نمیدیم شما چیزی بودید؟ خود یک نوع چیزه آره، یک نوع حمله میشه، میدونی چی میگیم؟ هر روزی که بیاد دیگه خود من جواب میشه بگیرم، همه یک رنگ نیستم دیگه، زنان یک رنگ نیستم، یک سیستم اتباقاتی باید به جای دیگه یک بخش سیستم سرمایه همه رو داخل کرده چون Thank you.
همیشه دستور از بالا اومده، ما امروز تصمیم گرفتیم خود از پایین بره به بالا. آزنده کارگرانی کنارشان میمانی. آلترناتیو ما شوراهای کارگری است. الان برج 9 اومدن اینجا به خاطر که حق و حقوقشون رو بگیرن. شبا از دستر خوابمون نمیبره. ادعه بنار سنه منت. یو نیست درآمد ما ندان. ایدو ایدو همشهری به گوش باد کارگری نو. ایدو ایدو کارگر رو به کجا میرسونن که به این نتیجه میرسه که دیگه زندگی ارزش زیستن نداره. ایدو ایدو فرسول بی بی آقه نمیخوای دوغم دو شیرام دو ازمان ایستو من ایدو. از تمام اتحادیه‌های کارگری کشور و تمام کارگرانی که این روزها مثل ما سفره‌شون خالی از نونه، می‌خوایم که به این اعتصاب بپیوندن. که این سخته چشا جدا ضعیف میشن، دستمون در میگیره که حتی کلن قطع نخوا بشیم. که این سخت میخوایم که در ازای کار برابر به زنان مزد برابر بدن. میخوایم که محیطهای کاری امنیت داشته باشه برای زنان. به باباش گفت بابا رو پوش نمیخوام، لباس نمیخوام، ولی دیگه خونی ماری خونی نیا. ایدو چهار تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش دادن برای 1200. لعنت به این زندگی. ایدو ایدو مردم آواز و مردم ایران خواهش میکنم کنار کارگران بایستیم. ایدو برپاخیست از جا کن بنای کاخ دشمن. برپاخیست از جا کن بنای کاخ دشمن. برپاخیست از جا کن بنای کاخ دشمن. برای زن زندگی آزادی. برای زن زندگی آزادی.
eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. دوستان عزیز لطفاً همگی تشریف بیارید داخل سالن تا جمع‌بندی سه گروه کاری رو با پنلیستامون بشنویم، بعد میریم استراحت شام. شروع کنیم. توی گروه ما البته جمع‌بندی خیلی سخته برای اینکه بحث چالشی بود، ولی محورهای صحبت‌هایی رو که شد سعی می‌کنیم تو گروه‌هامون توضیح بدیم. در بحثی که با رفیقمون سوما داشتیم، بحث اتوماتیک رو مسئله حاشیه و مرکز بود که چرا مسئله حاشیه و مرکز، مسئله دیدش طبقاتی باید باشه، وقتی طبقاتی باشه در نتیجه حاشیه و مرکز فرق نمی‌کنه، که با سخنران در اینجا توضیح داد. یک مسئله دیگه، سوال دیگه‌ای بود که بخشن خب به همه سوالات نمیشه پاسخ داد، نقش پیوند نیروهای روشنفکران کردستان در ایجاد یک پیوند برای مثلا ایجاد یک منشور، یک ایده برابری، و اینی که ناسیونالیسم کردستان با بحث، یعنی تقریبا جمع‌بندی چند بحث بود که کردستان با ناسیونالیسم باز تعریف نمیشه، بلکه کردستان با مبارزه‌ای که مردم اونجا کردن تعریف میشه و اولویت سیستم ها رو مردم مبارزه رو خود مرد و سیستم رو مردم ستم دیده همونجا در واقع تعریف میکنن. یک مسئله مهم هم این بود که ناسیونالیسم فارسه که در واقع به ناسیونالیسم بومی، اون ناسیونالیسم بومی رو تقویت میکنه، چون با برخورد از بالا در یک گوشه قرار میده مردم ملل حاشیه رو تا راهشون رو از راه جمعی جدا بکنن و اتفاقا به ناسیونالیسم پناه ببرن. این در واقع بحثایی بود که من میتونم بگم توی گروه ما بود. نمیدونم الان قرار از پایینم اضافه کنیم جا. اوکی. بله. شما اون قسمت اول گفتی حاشیه و مرکز، چون طبقاتی باشه یا نباشه پس ما توی مسئله رحمت رو ملغام بکنیم. در حالی که رسمی نشد که ملغام بکنیم این یه نفر هم که حرف بزن. ما در سه تا گروه این بحثا رو داشتیم و صحبت کردیم، اونا که همپوشانی داره رو سعی کردیم بگیم. نه همه گروه گفتیم نگفتم جنبند، گفتم بحث چالشی بود و یک بله ببخشید من بعد حتما گفتم بحث چالشی بود و در نتیجه بحث‌هایی رو، محورهایی رو که مطرح شد بله اینجوری در هر حال ببخشید دیگه اگر من همزمان اشتباه کردم. حالا شما بحث بقیه رو پیش ببریم یا همون بحث اول رو با سخنران عوض کنم؟ من میتونم حتی یه جمع‌بندی از هر سه تا بحثی که تو گروه بود بدم. چیزی که ثابت بود یه نگاه کلاسیک تر بود به مسئله که اولویت رو طبقه کارگر قرار میداد و شرط رهایی رو در پیروزی یک طبقه کارگری میدید که حالا کجا هست، چجوری سازماندهی شده، اینا خیلی مطرح نمیشد. سوی دیگه ماجرا شکل‌های جدید مبارزه بود، چیزی که در جنجیان آزادی میبینیم، چیزی که امروز در خیابان‌های
ایران میبینیم و این به نظر میومد که توی بحث‌های متفاوت تکرار میشه. یک شکلش بحث مبارزه‌ای بود که مثلا در کردستان و بلوچستان شکل گرفته، یه بخش دیگه یه شکل دیگه از همون بحث در رابطه با مثلا کویرها اتفاق میافتاد. اما برون رفتش این بود که مثال‌هایی رو شنیدیم از رفقایی که سخنرانی داشتن، مثلا مانیفست 70 تا کویر که اومدن علیه اون سازمان‌های هژمون و پول بگیرها ایستادن، تن ندادن به انواع و اقسام چیزای رسانه و خودشون رو مطرح کردن، توی مبارزه خودشون رو نشوندن. تو بحث کردستان و بلوچستان همینطور گروه‌هایی که تلاش می‌کنن، مطالعه می‌کنن، مفتخرن به مطالعه کردن، یاد می‌گیرن و یاد میدن. و فکر می‌کنم اون جایی که خیلی تنش زیاد شده بود باور نکردن یا عدم پذیرش این مسئله بود که مبارزه شکلش عوض شده و سازماندهی و اون شکل پیشین شاید دیگه اتفاق نمیفته. خب حالا سرکوب جمهوری اسلامی هم خیلی مطرح میشد که چطوری تأثیرشو گذاشته، ولی سرمایه داری بیشتر مد نظر بود. اولا سلام به همگی دوستان و خسته نباشین بعد از این بحثای هم گروه ما هم خیلی چالشی بود، ولی تقریبا اونایی که هم پوشانی داره رو داریم میگیم و اینکه نمیشه بهش گفت جمع بندی، چون که بخشی از بحثایی که همسو بود با بحث سخنرانا رو داریم نمیگیم، یعنی خیلی از بحثا همسو بود با بحث سخنرانا، در تایید بود و تکمیلی بود، ولی یه سری از بحثا داریم زاویه های و محور هایی که یه مقدار وجود داشت و این جنبه ها رو طرح میکنیم. غیر از اون چیزایی که دوستان گفتن و تو گروه ما هم تقریبا چیز شد، حالا من یه جور دیگه شاید با یه زبان دیگه جمع بندیش بکنم، یکی اینه که اون چیزی که تو هر سه بحث میشد دید و به نظر من زاویه‌ای بود این بود که این سوال از سخنرانا طرح میشد که بیان موضوع مرکزی شما، چه حالا چه بلوچستان چه کردستان چه مسئله کویر، آیا باعث تضعیف جنبش زن زندگی آزادی نمی شود؟ که خب این سوال زاویه‌ای و نادرستیه، ولی توی بحث ها بود و این نوع نگاه رو می شد دید که به اشکال مختلف طرح می شد که آیا طرح این مسئله باعث تضعیفه، و خب سخنرانا در هر سه مورد مسئلهشون می بود که خیر این باعث تقویته و اگر جنبش نتونه این فاکتورها رو در خودش بیاره و در خودش حل بکنه و اتفاقا تقویتش کنه، پیشرفت نمیکنه و پسرفت خواهد کرد. این توی بحث هر سه موضوع حداقل تو گروه ما بود به اشکال مختلف. یه موضوع دیگه که به نظر من نوع سوال پرسیدن از سخنرانان که به اصطلاح از گروه اقلیت شدگان از اقلیت شدگان هستن، به شکلی بود که انتظار می رفت که اقلیت شدگان پاسخگوی سوالات ذهنی سوال کنندگان باشن، که این هم سبک غلطیه که اونهایی که از این امتیاز برخوردارن که جز اکثریت باشن، اونها هستن که باید در رو باز بذارن و جستجو کنن و وظیفه این رو داشته باشن که بپرسن و بدونن، و عمدتاً بحث به این سمت میرفت که این خودش یک از اشکالات ساختاری بحث بود به نظر من، بعد در نوع نگاه به بحث اقلیت شدگان اشکال داره، جز اشکالات بود به نظر من. یه بحث دیگه‌ای که توی هر سه تا بحث بازم به نظر من تکرار میشد اینه که و سوال درست بود، بحث آلترناتیف ها بود که من فکر میکنم در سه تا گروه، هر سه تا حداقل تو گروه ما هر سه تا سخنران تلاش کردن بگن که آلترناتیف دمیدن در این چالشیه که در جنبش زن زندگی آزادی سرباز کرد، چه مسئله بلوچستان چه مسئله کردستان و چه جنبش کویر. حالا سر جنبش کویر، چیزی که من از بحث دوستان گرفتم اینه که جنبش کویر در جنبش زن زندگی آزادی متولد شد و امروز ما میتونیم این بگیم که این جنبش متولد شده پس از نوشتن اون سند گروه های کویر. در بحث کردستان من این رو متوجه شدم که
بحثی که شما کرد اینه که با نزدیک کردن این سه تا بحث طبقه و جنسیت و ملیت راهی باز میشه و یک پتانسیلی به، و حالا خودش مازاد گفت، یک پتانسیلی به جنبش زن زندگی آزادی اضافه شده که ما این رو باید دریابیم و برعکس نبینیمش، این رو راهی بر این رو نبینیم که این قرار راهو ببنده. این پتانسیل به جنبش اضافه شده و ما باید این مازاد رو ببینیم، روی میز ماست. توی بحثی که من از بحث فائزه متوجه شدم و خیلی خوب توی گروه ما بازش کرد اینه که در بلوچستان چیزی که ما شاهدش بودیم و نادیده گرفته شده اینه که کسانی که اون جنبش رو باز کردن و راه رو در بلوچستان باز کردن زنان شورشگر بلوچ بودند و پس از این که راه باز شد و این زنان توسط هژمونی مردسالارانه جمهوری اسلامی و خود مردسالارانه درون منطقه بلوچستان توسط نیروی دیگه نمایندگی شد و ما این رو به رسمیت نمیشناسیم، ما این رو به رسمیت نمیشناسیم که پیشتازان جنبش بلوچستان زنان بلوچ بودن. خیلی ممنون. من متاسفانه مثل فریبا که تحلیلای خود رو از بحث سخنرانانم گفت، در نتیجه تو گروه هارم بحث خوب ارائه کرد، بحث خیلی خلاصه در واقع صورت برداری کردم. من در بحث با فائزه اولین مسئله‌ای که طرح شد که چالش برانگیز شد در گروه ما، مسئله نقش مسجد مکی در مبارزات مردم بلوچ بود و بحث بعد رفت به راه درستش، یعنی بحث سوالم بعد طرح نشد، ولی این سوال باعث شد که بیشتر روی مقاومت و نقش رسانه‌ها در واقع تاکید بشه که مقاومتی که در اونجا هست، مقاومت زنان، یا به علت نبودن رسانه منعکس نمیشه یا اینکه رسانه‌های کلانن در واقع از اون این مسجد رو، این ابزار رو چیز کردن، بزرگ نماییش میکنن و در واقع بحث شد سر اینکه زن جنبش زنان بلوچ در واقع پیشرفت زیادی کرده. مقایسه ای بود که یکی از زنان قدیمی جنبش در واقع فمینیستی مقایسه ای میکرد از اون دورانی که خودش در چند دهه گذشته در اونجا بود با مبارزاتی که در اینجا در واقع صورت گرفته، و تاکید برای این بود که موقعیت هر جنبشی رو که خودش در اون شرایط قرار گرفته مبارزه میکنه و اون رو به اون صورت باید طرح کرد و نه از بیرون به صورت دیکته کردن و برنامه نوشتن. سر یعنی با یاور هم در واقع بحث چالش برانگیز بود، بحث به این صورت در رابطه با اون مانیفستی که در واقع حول اون مانیفست بود که چگونه هست با راست‌های کشورهای مختلف مقایسه‌ای شد که با نه که توی اون مانیفست راست‌ها نبودن ولی گرایش‌های مختلف بودن که چگونه میشه با گرایشاتی که گرایشات ناسیونالیستی هم در درونش هست برای یک امری علیه یک ستم مبارزه کرد که این در واقع مورد بحث زیاد قرار گرفت، و مسئله نقش خانواده ها و نهادین سازی فرهنگ سازی برای مبارزه علیه پیشداوری هایی که است. البته من چون خوب متمرکز نبودم مثل دو تا رفیقمون، برای اینکه سر مسائل دیگه‌ای که سازماندهی بود قرار گرفتم و متاسفانه نتونستم وظیفه‌ام به کسی دیگه ای بدم. دوستان از بعد از همین الان قضا مثل که اومده، بعد از سرو قضا ما شب همبستگی با شیلی رو داریم، موسیقی شیلی و یک فیلمی هست از که تهیه شده در مورد شیلی در انعکاس مبارزات شیلی در سینما از کارهای گوسمن، سمور سندساز بزرگ شیلی، و این بعد میریم توی این برنامه. از شما دعوت میکنیم که دوستان بیرون هستن و میگن کجا غذا سرو میشه، یک ساعت برای غذا فرصت داریم، یک ساعت بعد لطفا بیاین توی سالن. خیلی ممنون.
ساعت 9 برگرد.